بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تغییر است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند بزرگ رو شاکرم. تسلیت عرض میکنم. فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین رو خدمت شما و همونطور که از نام جلسه پیداست، قرار بر اینی که راجع به عاشورا و حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام صحبت بشه، منتها از آنجا که شکل و نام جلسه اینطوری که حسین وارث مسیح علیه ما سلام، بر هر دو بزرگوار درود و سلام خداوند باد، من مجبورم که یه خورده به گذشته برگردم و در کتاب‌های یهودیان و مسیحیان و بعد از اون مسلمانان این جریان رو یه خورده پیگیری بکنم. شاید بخش‌های از صحبت‌هامو جای دیگه شنیده باشن برخی دوستان که پیگیر مباحث هستن، منتها چاره‌ای نیست جز این که این در واقع ما اینو اشاره بکنیم. ببینید، اون چه که در باره ادیان ابراهیمی اتفاق افتاد، یعنی ما به عنوان ادیان ابراهیمی اینها رو می‌شناسیم، یهودیت، مسیحیت و اسلام، یک جریان فکری ثابت بود، یعنی مشخص و واضح، یک جاده، یک صراط مستقیم. در حقیقت روزگاری پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی علیه السلام از نسل حضرت ابراهیم از شاخه اسحاق پیامبر شده، کتابی آورده که قرآن با عنوان نور و هدایتگر از اون یاد کرده، یعنی تورات. بعد از اون حضرت مسیح علیه السلام آمده، باز از نسل اسحاق و بنی اسرائیلی، به عنوان پیامبری برای یهودیان، پیامبری که سالها یهودیان منتظر ایشون بودند. پس از ایشون حواریونشون اناجیل مختلفی می نویسند تا 150 انجیل گزارش شده، یعنی تمام افرادی که در واقع به جوری یا خودشون یا اساتیدشون مسیح علیه السلام رو درک کرده بودن و دیده بودن، اومدن چیکار کردن؟ آنچه که از مسیح دیده بودن و شنیده بودن رو نوشتن. یوحنا نوشت، مارک، مرقس نوشت، این
سه که آخرین اسم وجود داره یونانی شده این اسم است، وگر نه مرقس همون مارکه، یا متیوس همون متاه، لوقا همون لوکه به لحاظ اسمی، و پروفت جان، یوحنا. در هر چهار در واقع این اناجیل معروف به اناجیل همنوا، شورای مسیحیت تصمیم میگیره که از بین این حدود 150 انجیل 4 تا رو به عنوان اناجیل رسمی که میشه بهشون رجوع کرد، اناجیل اربعه یعنی چهارگانه، معرفی بکنه. وگرنه پتروس هم انجیل داره، برنابا هم انجیل داره و اناجیل مختلفی دیگه. حالا چون فرصت نیست من بحث نمی کنم، همش هم اکثریتش رو واتیکان داره، یعنی در کتاب خونهش نگهداری میکنه. و پس از اون پیامبری، یعنی آخر پیامبران و خاتم پیامبران، که او هم از فرزندان دوباره حضرت ابراهیمه، یعنی با حضرت موسی و حضرت عیسی پسر عمو محسوب میشه، منتها از شاخه اسماعیل میاد. اشارات به این دو پیامبر علل خصوص، یعنی حضرت مسیح و رسول گرامی اسلام علیهم السلام، بسیار واضحه در تورات و کتاب مقدس. من نمیدونم حالا چرا واقعا یهودیان نخواستن بپذیرن و چه توجیهی برای نپذیرفتن داشتن، خودشون میدونن، خداشون بالاخره. چون اشارات به این دو پیامبر بزرگوار بسیار واضحه و به هیچ وجه نمیشه اینو در نظر نگرفت. بنده سخنرانی مفصلی کردم، شاید دو جلسه دو ساعت و نیمه شد، فقط اثبات نام پیامبر خودمون در کتاب مقدس. مستحضر هستید قطعا حضرت مسیح علیه السلام فارسی صحبت نمی کرده، انگلیسی هم صحبت نمی کرده، زبان این بزرگوار یونانی هم نبوده، زبان ایشون ارمنی هم نبوده. حضرت مسیح به زبان رایج منطقه خودش یعنی آرامی صحبت می کرده. زبان آرامی یکی از شاخه زبانهای سوریانی است که زبانهای سوریانی به سه دسته تقسیم شدن: زبانهای آرامی، عربی و عبری. عبری در یهودیان، عربی در مسلمانان و آرامی در مسیحیت. اشاراتی در اناجیل چارگانه وجود داره که خود مسیح هم یک انجیل داشته، انجیل مسیح. این همان انجیلی است که خدا در قرآن اسمشو میبره، منتها اون انجیل در دسترس نیست. و در واقع این اناجیلی که وجود داره از حضرت مسیح علیه السلام، این اناجیل سیره است. یعنی چی سیره نویسیه؟ یعنی کسایی که با پیامبر خدا چرخیده بودن گفتن آقا با مسیح اینجا رفتیم، اینجوری نشست، اینجوری پا شد. چه میدونم همین مواردی که خدمت شما عرض بکنم که معمولا میگن. من برای اینکه این نکته رو برای شما بزرگواران باز بکنم، اول کتاب اشعیای نبی رو که هم یهودیان و هم مسیحیان قبول دارن رو یه نکتهش رو اشاره میکنم، بهانه خوبی برای ورود به بحث. خوب دقت بفرمایید. من تا جایی که بتونم زوم میکنم تا شما بزرگواران هم بتونید تصویر رو ببینید، چون فاصله زیاد. ما تا حالا ورزشگاه دیگه سخنرانی نداشتیم، این یکی دیگه جدید بود. حالا این هم نوعش خودش جالبه. ما بالاخره تشکر میکنیم از حضور پرشور شما بزرگواران. خب من اول برای اینکه تفاوت رو شما بتونید احساس بکنید و قیاس بکنید، اول کتاب اشعیا رو باز میکنم از اصلش با ترجمه کینگ جیمز. کینگ جیمز یک ترجمه آورد از کتاب مقدس، یک ترجمه همنوا و مورد تایید اهل کتاب هستش. اشعیا نبی باب 21 آیه 7. اول فارسیشو میرم بخونیم با هم دیگه، که در انجیل در کتاب مقدس همینجوری نوشته. من تورات 100 سال پیش هم دارم، یعنی چاپ شده 100 سال پیش تو دفترم دارم، همینجوری نوشته. اشعیا
اشعیای نبی رو اشعیای نبی هم میگن، یعنی به لحاظ تلفظی باب 7 عرض کردم مگه ها، یه بار دیگه نگاه کنم، باب 21 آیه 7، برای اینکه یادمون نره 2 1 7 با ریاضی خودم البته. باب 21 وحی است بر اشعیای نبی. در مورد پیامبری هم به شما بگم، پروفت از پروفسی میاد، یعنی پیشگویی و پیامبری و وحی. پیامبران بنی اسرائیل برعکس، اکثریتشون برعکس نوع پیامبری است که من و شما فکر میکنیم. در اونجا اینطوری بود که یک فردی میومد، پیامبر بود، یک کتابی ازش مینوشتن، بعدها که حرفش درست در میومد معروف میشد، میگفتن عجب کتاب فلانی همه اینا رو گفته بودا، اون کتاب باب میشد. یکیشون همین اشعیای نبیه. در باب 21 میگه وحی در بیابان، درباره بیابان، چنان که گردباد در جنوب می آید، این نیز از بیابان از زمین هولناک می آید. رویای سخت، رویا یعنی وحی، اینجا سخت برای من منکشف شده است، خیانت پیشه خیانت می کند و تاراج کننده تاراج می نماید. ای ایلام، ایلام با عین در کتاب مقدس یعنی ایران. این همه تأکیدی که غربی ها روی ایران دارن به خاطر اینه که یک نقش اساسی در آخرالزمان خواهد داشت. همه اینا معترفن. خود همین کشیش هرمز در برنامه ماهواره‌ای که داشت گفت ما قبول میکنیم ایلام یعنی ایران، ایلامی که با عین می نویسن. حتی انتشارات کتاب مقدس که دفتر در لندن داره انتشارات ایلامه که به فارسی چاپ میکنه و برای ایرانی ها چاپ میکنه. ای ایلام برای، یعنی از ایران خواسته میشه که بلند بشه، بخیزه، یک اتفاقی میخواد بیفته. و ای مدیان محاصره نما، تمام ناله آن را ساکت گرداندم، از این جهت کمر من از شدت درد پر شده است و درد مثل درد زنی که میزاید مرا در گرفته است. پیچ و تاب میخورم که نمیتوانم بشنوم، مدهوش میشوم که نمیتوانم ببینم. دل من میتپد و هیبت مرا ترسانید، او شب لذت مرا برایم به خوف مبدل ساخته است. سفره را مهیا ساخته و فرش را گسترانیده و به اکل خوردن و شرب نوشیدن مشغول میباشد. ای سروران برخیزید و سپرها را روغن بمالید. یعنی خودتون رو آماده بکنید، یک اتفاق میخواد بیفته، داره پیشگویی میکنه. اینجاش خیلی کار دارم از این به بعد، خوب دقت کنید. زیرا خداوند به من چنین گفته است، برو و دیدبان را قرار بده. گفت خدا بهم وعده، بهم دستور داده بیام این ماجرا رو برای شما نقل کنم. برو و دیدبان را قرار بده. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ تا آنچه را که ببیند اعلام نماید. و چون و هنگامی که به فوج، یعنی گروه، یدخلون فی دین الله افواجا، آیه قرآن میگه گروه گروه تو دین خدا میان، فوج یعنی گروه. و چون به گروه سواران، جفت جفت، میگه یک گروه سوار داره، میگه از کجا بفهمی اون اتفاق میخواد بیفته؟ اینه که یک گروه، یک دسته، یک جمعیت از سواران، این عبارت دیگه من دارم نشون میدم اینجا، از سواران جفت جفت، میگه یک گروه از سواران که جفت جفت دارن میان. حالا معنیش چی میشه؟ یعنی روی هر، مثلا اینا سوار یه چیزی هستن، یه سوار اسبن مثلا، خب اگر سوار اسبن یعنی دو نفر دو نفر نشستن دارن میان، مثلا فرض کنید یه گله اسبی که داره میاد روی هر اسب دو نفر نشستن، یا نه یه گله اسبی که روشون آدم نشسته، حالا چه یه نفر چه دو نفر چه سه نفر، مثلا اصلا دو تا دو تا با هم دارن میان. و چون به فوج سواران جفت جفت و فوج الاغان، یه گروه و یه گله چی داره میاد؟ بگید الاغ داره میاد. و فوج شتران، یه گله شتر هم داره میاد، ببیند آنگاه به دقت تمام توجه بنماید. گفت یک گروه آدم میان دوتا دوتا سوارکارن و یک گله الاغ و یک گله شتر، اینا رو دید توجه بکن که این همون نشونه است. تقریبا میشه گفت از این هیچی آدم سردر نمیر. این چی تو ترجمه کردنه؟
این اون شیطنتیه که ما میگیم اینا که انجام بدن، چون نمیخواستن نام پیامبران الهی دیده بشه. من میرم این همین آیه رو دیدید 21 آیه 7، این همین آیه رو برای شما برمیدارم میارم و به زبان عبری همون سایتی که این خاخاماشون میرن من برای شما میارم، نگاه بکنید. به زبان عبری، زبانی که صحبت میکرده همون اشعیای نبی، زبان اصلیش. اصلا این مضحکه که یک نفر بیاد مثلا انجیل و تورات رو به زبان فارسی یا عربی حتی بخونه یا انگلیسی بخونه. این اینه که مثلا باید بیاریم قرآن رو بردیم ترجمه بکنیم به فارسی، بعد یک نفر کلن عربیش رو حذف کنیم بذاریم کنار، بعد بیایم بشینیم سر کلمه های فارسی بحث کنیم که اینجا یه بار به خدا گفته رب، یه بار گفته الله، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یه جا گفته چی؟ ملک، یه جا گفته چی؟ اله. همه اینا رو ما ترجمه کنیم چی بنویسیم؟ همه رو بنویسیم خدا. یعنی هر زبانی غیر زبان عربی بخوای ببری نمیتونی مطلب رو ادا بکنی. قطعا اله، مالک و رب با هم فرق دارن. یک نفر تو عربی تو قرآن گفته کثیر، انا اعطینا کل کوثر، درسته؟ به تو کوثر میدیم، بیایم ترجمهش کنیم. کوثر یعنی خیلی زیاد، یک. کوثر یعنی فراوان، دو. کوثر یعنی انبوه، سه. خب چی بگیم؟ بعد یه خلوچل دیگه پیدا بشه بیاد بگه که چرا اینجا پیامبر خدا از زه استفاده کرده است. بیایم کجا؟ ببخشید مثلا ف استفاده کرده است. بیم کجا ف استفاده کرده؟ بگین فراوان نوشته. میگیم بابا اصلا اصل کلمه توش ف بگید نداشته، کوثر بوده، کاف بوده، واو بوده، سه نقطه بوده، ره. آخه این چه داستانیه؟ موسی علیه السلام عبری حرف میزده، عیسی علیه السلام علیه آلاف تحیت و سنابرو هزاران درود باد والا بالله به زبون آرامی حرف میزده. چرا اجازه نمیدید مردم کتاب اصلی رو به زبان آرامی برن بخونن؟ چرا دوست جوری که دوست دارید ترجمه میکنید؟ چی به شما میرسه؟ چی میرسه؟ من الان ترجمهشو میذارم خود شما از سایت اینا ببینید. نه همینجوری همین کاری که من دارم انجام میدم انجام بدید. قطع میشه؟ صدای منو دارید شما؟ بس صدا رو دارم برای چی میخواد بکشید جلو؟ صدا اگه میخوام میگم 5 دقیقه قطع کنید برنامه رو، ما باندا رو بکشیم جلو. خوبه بابا ولش کن، چی چی کار؟ خیلی هم خوبه، خوبه؟ بابا همون جوری دستی 4 متر 2 متری که میتونید جلو بکشید، هم کار خودتون رو بکنید. آره شما حواستون به من باشه، چون اینجا رو باید ببینید ها. باند جا به جا کردن اصلا توجه نمیخواد، یعنی هیچ مسئله مهم و شاق و عجیب غریبی نیستش که اگه نگاه نکنی شما نظر لطفت بر اون نباشه باندا چپه بشه، نمیدونم اینا، خیالت راحت بشه. باشه الان این تموم بشه ما میگیم این دوربین بنداز ما رو ببره اون بالا. به قول طرف میگه آقا ریز میبینمت، ما رو داری ریز میبینید. خب اینو دقت بکنید دوستان، اینو من چون فرصت نداریم باید خیلی سریع اینا رو بگم، شما هم دقت نظرتون میخواد. همون آیه رو من عیناً آوردم، نگاه کنید 21 اشعیای نبی، سایت بیبلوس، بایبل، بایبل یعنی کتاب مقدس، بخش اشعیا باب 21 آیه 7 صفحه 8 اچ‌تی‌ام‌شه. ببین چی میگه. من این دیگه از این بیشتر بزرگتر بکنم از صفحه در میره. ببین چی میگه. میگه وراءه به زبان عبری که میبینید به عربی هم شبیه وراء از رعیه دیدن میاد، وراء و میبینی، رخب، رکب، نوشته چی؟ رایدرز. رخب یا رکب یعنی راکب عزیز دل من، راکب یعنی یه نفر، یه دونه سوار. چی کار کرده؟ بگید. رایدرز عمدن جمع بسته، یعنی لفظ رخب استفاده شده. اگر میگفت رخبیم، نگاه کنید، ایم در زبان عرب عبری آی و ام، ایم در زبان عبری نشان جمعه، مثل این پاراشیم، یعنی این خط و این مربعه، اینجا که گفته پاراشیم.
خب اینجا بله این جمع من قبول دارم، اما اینجا گفته رخب، نگفته رخبیم، یعنی یه رگ میگه و میبینی رخب سواری جفت، میگه یک جفت سوار میبینی. اونجا چی ترجمه کرده بود؟ چند تا چقدر سوار کار میبینی؟ یک گروه سوار. میگه یه جفت بیشتر نیستن. حضرت ایشعیا داره میگه که قبل از مسیح بوده ها، 2500 سال پیش بوده. میگه که چی میبینی؟ یک جفت سوار میبینی، رخب پاراشیم که سوارکارن. اینجا هم جمع بسته شده، چرا؟ چون دوتا سوارن. بله قبول. میگه رخب اولیشون راکب، سوار چیه؟ خمور. نگاه کنید، حمور. خمور میشه چی؟ حمار. الاغ. میگه یکی اولیشون سوار الاغه. چی ترجمه کرده؟ دانکیز، یعنی جمع بسته همدن. فهمید چی شد؟ میگه یک جفت سوار دارن میان، اولیشون سوار الاغه، یک جفت سوار کرد گروهی سوارکاران، یه دونه الاغ هم کرد چی؟ یک گله الاغ. دیدید؟ و موج الاغان، فوج الاغان، یعنی یک گله الاغ. بریم بعدی، در مورد دومیشون صحبت میکنه. رخب دومی هم سوار چیه؟ گمل، جمل، یعنی چی؟ شتر. چی ترجمه کرده؟ کملز، شترها. پیامبر الهی حضرت ایشعیا داره میگه که یک جفت سوارکار دارن میان، همش کنار رو هم ببینید، اولیشون سوار الاغه، دومیشون سوار خدمت شما عرض بکنم شتره. وهیک شیب کشب رب کشب، خیلی خیلی حواستون رو جمع کنید، خیلی خیلی، وقتی اون دوتا میخوان بیان. و این پیشگویی آمدن دو پیامبر الهی بود، اولی از کوه سائیر، یعنی حضرت عیسی. وقتی حضرت عیسی در انجیل هست، اینی که دارم میگم تو همین انجیل هست، وقتی حضرت عیسی وارد میشه، میخواد وارد بیت المقدس بشه، پیاده نمیره، میگه برید یه الاغی رو بستن اونو بر من بیارید. میگن خب این مال مردم، اجازه نمیدن. میگه برید بگید استاد ما گفت. برمیدارن میارن، سوار الاغ میشه، تا وارد میشه مردم یاد این آیه ایشعیا میافتن، میگن منجی آمد، مسیح آمد. اصلا میدونید دیگه، مسیح صفت، اسم نیست. اسم ایشون عیسیه، مسیح صفت ایشونه. مسیح یعنی مسح شده توسط خدا. به منجی یهود میگفت مسیح، مشیح، همینطور مشیح، مشیح یا مسیح. به خاطر همین الان یهودی ها میگن مشیح بن دیوید قراره بیاد، مسیح پسر داوود. و این فردی که اومده یعنی حضرت عیسی رو میگن مشیح بن جوزف، مسیح پسر چی؟ یوسف. که این یک فوش بزرگ به حضرت مسیحه، که متاسفانه تو انجیل هم اومده. وقتی نسب حضرت مسیح رو داره میبره، به جای این که برسونه به حضرت مریم، میرسونه به کی؟ به یوسف میرسونه. و این همان تهمتی است که یهودیا میزدن و میگفتن نعوذ بالله زبان من لال، حضرت مریم و یوسف نجار زنا کردن و مسیح به دنیا اومده، و حضرت مسیح رو زنازاده نعوذ بالله میدونستن، که اسلام اومد همه اینا رد کرد و تاکید کرد که حضرت مریم چیه؟ قدیسه است، پاک و مطهره. لفظی که در مورد حضرت مریم در انجیل به زبان آرامی استفاده شده خیلی جالبه، بدونید ایشون رو با صفت بتول یاد کرده. بتول، حضرت عیسی در مورد مادرش میگه بتول. کلن اینا اسما همه چون از آرامی ترجمه شده، یعنی کاری که اینا کردن این بود، عمدن این زبان رو بردن به یونانی، از یونانی بردن به انگلیسی، از انگلیسی رفت به ارمنی، یا از انگلیسی به فارسی و عربی و زبان دیگه، کلن گم شد مطلب. اسما رو هم این نامرده اومدن ترجمه کردن، یعنی اسمو قشنگ اشاره کرد ترجمه کردن. الان ببین چجوری ترجمه کردن برای مسیحی ها. کسی که الان داره کتاب مقدس به انگلیسی میخونه و از انگلیسی ترجمه شده به فارسی و هر زبان دیگه ای، اصلا اینجا حضرت مسیح نمیبینه که سوار بر الاغ وارد میشه. لحظه ای هم که وارد میشه، مردم تا دیدن شروع کردن شاخه های درخت رو شکوندن و خدمت شما عرض کنم زیر پای ایشون انداختن.
و پیامبر بعدی که اومد کی بود؟ سوار بر شتر آمد. در کجا؟ در سرزمین تیما، یعنی شمال مدینه، سرزمینی که عیناً در کتاب مقدس اسمش آمده. و جالب اینجاست اینا منتظر پیغمبر بودن. یه دلیل ساده براتون بیارم علاوه بر اون که در کتاب مقدس هست، همین الان بهتون نشون میدم، اینه که پیامبر در مکه ظهور کرد اما مردم مکه تا میتونستن پیامبر رو اذیت کردن. شما فرض بکن من رائفی پور بیام 5 سال 6 سال 7 سال کار فرهنگی کنم، بعد بهم بگن چند نفر رو جذب کردی، بگم 30-40 نفر، بهم میگن تو یه آدم ناموفق بودی. اینو میگن دیگه، میگن تو ناموفق بودی. انقدر اوضاع پیامبر در مکه سخت بود و انقدر ایشونو اذیت میکردن که تعدادی که پیامبر جذب میکنه خیلی کمه. اما یه اتفاق عجیب میفته، مردم مکه پیغمبر رو دیدن، پسر عموشونه از قریشه، محمد امینه، یعنی به خوبی میشناسنش، هر کسی امانت داره پیش او میبره میذاره. جالبه بدونی زمانی که مشرکین مکه پیامبر رو میزدن و اذیت میکردن، همزمان پولاشون هم امانت میذاشتن پیشش، میگفتن این خیلی آدم با معرفتیه، با اینکه میزنیمش بازم خیانت در امانت نمیکنه. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر روزی خنجری که با آن سر پدرم حسین را بریدن نزد من به امانت بگذارن، آن را صحیح و سالم به صاحبش باز میگردن. این خاندان اینجوری هن. حالا ما چیم؟ خدای نکرد اگر خونه رفیقمون بریم چشممون به ناموسش بیفته، یه حرفی رو به اون بزنه امانت داری نکنیم، بریم این ور اون ور بگیم، میشه نام مسلمان بر ما گذاشت؟ قضاوت با خودتون. اما جالبه مردم مدینه‌ای که اصلا پیغمبر رو ندیدن تا حالا، ندیده ایشون رو قبول میکنن. چه داستانی این وسطه؟ من به شما میگم یهودیایی که از 400 سال پیش اومده بودن تو مدینه، انقدر ویژگی های پیامبر رو به اینا گفته بودن. طبری می‌نویسه در سال به دنیا آمدن پیامبر 40 نفر در آن منطقه نام فرزندانشون رو محمد گذاشتن، یعنی سال به دنیا اومدن هم می‌دونستن، سال به دنیا اومدنشون هم می‌دونستن. یهودی ها اومدن شمال مدینه، گوش کنید، بین اینا اختلاف افتاد که تیما یعنی کجا. یه عده گفتن شمال مدینه، یه عده گفتن یمن. عده از اینا رفتن شمال مدینه، عدهشون هم رفتن یمن. مسیحی ها بیشتر رفتن یمن، یهودی ها اومدن کجا؟ شمال مدینه. منتظرن منجی ظهور کنه و منتظرن اون منجی وقتی که میاد سوار بر شتر میاد. ببین وقتی خدا تأکید میکرد که تو سوار بر شتر باید وارد مدینه بشی، یه چیزی میدونه خدا. قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری اینا پیغمبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناخت. بریم بقیه‌شو ببینیم. چرا مردم مدینه پیامبر رو قبول کردن؟ چون گوششون پر بود از نشونه هایی که خدمت شما عرض بکنم در رابطه با پیامبر این یهودی ها براشون گفته بودن، یهودی های بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. باب 21 بود دیگه، حواسم پرت شد از اینو بستمش. تا اینجا اومدیم به فوج شتران و ببین چی ترجمه کرد خدا وکیل، اون جمله که اینقدر ساده بود، و چون به فوج سواران جفت جفت و فوج الاغان و فوج شتران را ببیند آنگاه به دقت توجه بنماید. از تو این تو دو تا پیغمبر پیدا کن، هیچی نمیتونی پیدا کنی. این که تحریفگران بی خود نیستش که. پس او مثل شیر صدا زد که ای آقا، من دائما در روز بر محل حراست محرس ایستادم و تمامی شب در دیدبانگاه خود برقرار می باشم و اینک دو مرد و دو سوار جفت جفت می آیند. ببینید باز فوج مردان نیستا، باز جمع بسته. و او مزید کرده گفت بابل افتاده افتاده است. اینا رو همینجور میگه، حالا چون فرصت نداری من برم اینا. اولی رو توضیح میده، وحی درباره دومه، کسی از سعیر به من ندا می کند.
منطقه‌ای که حضرت عیسی در آنجا اعلام پیامبری میکنه در دامنه کوه سائیره، این عبارتی که میاد در مورد سائیره. ببینیم در مورد دومی چی میگه. میگه اگر پرسیدن میخواهید بپرسید و بازگشت نموده بیابید. وحی درباره چی؟ عرب. میگه دومه از بین کیا میاد؟ عرب ها میاد. این تو همین کتاب اشعیای نبی ترجمه، تو من عبریشو برای شما نیوردم، به وضوح میگه عرب. جالبه، میگه فرزندان بنی قیدار، قیدار پسر حضرت اسماعیله که نسل پیامبر از طریق قیدار به اسماعیل علیه السلام میرسه. نشونه ها بسیار جدیه. من میگم دو تا جلسه دو ساعت و نیم سخنرانی کردم، من دیگه فرصت نیستونو بگم، سریع میخوام بگذرم برسم به امام حسین. تحقیقی که بنده انجام دادم و حاضرم سر اون با هر کسی هر جای کره زمین میخواد مناظره کنم، اینه که سه تا واقعه به وضوح در کتاب ها پیشگویی شده بود به صورت جدی. یک، آمدن پیامبران که به وضوح و به ویژه دو پیامبر رو خیلی جدی پیشگویی شده، یک حضرت مسیح علیه السلام و دومی حضرت پیامبر، پیامبر خودمون آقا رسول الله. دومین واقعه، واقعه عاشوراست. من امروز به عنوان هدیه نام ابا عبدالله رو به شما نشون خواهم داد در کتابی که همین امروز دارند، نه کتابی که قدیم بوده نمیدونم فلان. سومین واقعه ظهور است که خوبه بدونید در کتاب‌های مقدس، در کتاب لفظ بایبل یعنی کتاب مقدس، هولی بوک، کتاب مقدس هولی بایبل هم میگن، کتاب مقدس استفاده میکنن. خوبه بدونید به آقا صاحب الزمان با عنوان محمد دوم یاد میکنن، میگن محمد اول اون پیغمبره، محمد دوم همون کسیه که بسیار به او شبیهه، چه در سیره چه در صورت، هم رفتارش مثل او، هم باطنش مثل او، هم صورتن شبیه او. و همانطور که آقا رسول الله از دل جهل عربی بیرون اومد زمانی که جاهلیت بیداد میکرد، میم ه میم دال، حالا دیگه به صفتشون ایشون رو یاد کنیم، حضرت مهدی علیه السلام در اوج جهل آخر الزمانی بیرون خواهد اومد و مثل خورشیدی که بلا فاصله پس ابر و پس از تاریکی محض بیرون میاد، همونطور این اتفاق افتاده شد. بعد خیلی هم تو روایت به خورشید ایشون تشبیه شده. من فقط یک مورد رو به شما نشون بدم تا در واقع ببینید، چون تو سخنرانی دیگه گفتم میگذرم. غزل غزلهای سلیمان باب 5، The Songs، آهنگها، غزل غزلهای سلیمان باب 5 آیه 16. چون عبری بلدید من دیگه ترجمه نمی کنم، خودتون بخونید. چشم، دعوا نکنید. نه، اونم اون عبارت رو زدیم تو سایت برادرای خاخام تا ببینیم برای اون چی بیرون میده. هیک کاو، دهانش چی ترجمه کرده؟ هیز ماوس. ممتکیم، شیرین است. و کلو، بخونید خودتون. محمدیم، داره به کی میگه؟ به دختران اورشلیم. ببینید، بنات اورشلیم، دخترای اورشلیم برید کنار، من دارم در مورد کسی صحبت میکنم که دهانش شیرین و تمام وجودش پاک و مقدس است. نام رو هم میاره محمدیم. جالبه با لفظ اینا خیلی دقت کنید، گفتیم ایم در زبان عبری نشانه چیه؟ جمعه. جالبه اگر این جمعه، اگر چی ترجمه کردن؟ ببینید، دیزایربل. محمد رو دیزایربل ترجمه کردن. بعد انتظار داری بنده خدا قبول بکنه؟ صبح تا شب داره کتاب مقدس رو به چه زبانی میخونه؟ انگلیسی یا فارسی که از روی انگلیسی ترجمه شده. این الان تو کتاب الانشون، همین الان آدرس سایت رو دادم، بیبلوز سانگز باب 5 آیه 16، خودتون برید بزنید تو تکس آنالیز بزنید. ما منباب این که ترسیدیم بدن اینا رو عوض بکنن، کل سایتشون رو دانلود کردیم، کل مطالب سایت و تمام کتاب های پی دی افشون رو همه رو دانلود کردیم، چون میدونستیم این خبرش برسه اینا استاد این کارن، فرداش میدونم یک کلمه رو هم برمیداره. ما چیکار کنیم؟ دستت به کجا بنده؟ جالب این وقتی آخری نشانی میاد یعنی جمع، تو دیزایربل اصلا صفته.
تو اسم بردی، خب اگه جمعه پرید چی؟ مگه محمدها رو داره صحبت میکنه؟ احسن بر شما، از یک محمد سخن نمیگه، از دو محمد داره سخن میگه. این گزینه یک. گزینه دو، یهودی ها به خداشون میگن الوهیم. یعنی چی کار میکنن؟ جمع میبندن، اله اله، همه اله خودمون، ایم یعنی چی؟ یعنی خدای بزرگ، اللهم. یک اسمی که خیلی براشون مقدس باشه جمع میارن. مثلا یه دوست عزیز این کنار من نشسته، بهش میگم شما برو اون طرف، شما یعنی جمع دیگه، باید بگم تو برو اون طرف. یه موقع به یکی میگی سن، یه موقع میگی سیز، مفرد، یه موقع جمعه. اما شما وقتی میخوای احترام بذاری به یک نفرم فعل جمع استفاده میکنی، سیز بوردا ایلشز بود، خب بیرون ایلشن، مثلا جمع میبندی برای یک نفر احترام. الان آیا یک نفر نتیجه میگیره اونا چند نفرن؟ خب اونم الان بهتون نشون میدم، نگاه کنید. خداوند رو تو گوگل ترنسلیت از عبری به فارسی گذاشتم، نگاه کنید. اله خداوند، الوهیم یعنی همون خطه و اینا آوردم، بازم نوشتی خداوند یا خدا، احترام اللهم، اینجوری مثلا میگم. حالا من این آیه رو عیناً گذاشتم تو گوگل ترنسلیت، نگاه کنید، جالب، ببینید همه رو تونست ترجمه کنه به غیر از یک کلمه. چی؟ میم ه میم دال ام اچ ام دی، میشه میم ه میم دال دیگه، درسته؟ با ایم، اون نشونه جمعش. بعد اومدم چیکار کردم؟ اینو جدا تنها گذاشتم. خب چی ترجمه کرد برام؟ محمدیم. اومدم ایمشو جدا کردم، یه اسپیس گذاشتم اینجا بزنم، جدا کردم که دو تا کلمه بشناسه، یعنی محمد به علاوه ایم. ببینید چی شد، یعنی نگاه کنید، اینجا اسپیس گذاشتم، اسپیسم فضای خالی گرفتم که آبی بشه. ببینید چی نوشت؟ محمد کامل نوشت، محمد با حتی تشدید میمش و ایمو نشانه چیه گفتیم؟ جمعه. نشانه جمع تو انگلیسی میشه چی؟ اس. به همین وضوح در کتاب‌هاشون هست، نمیخواد بپذیره طرف. کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، کسی که خوشو به خواب زده نمیتونی بیدارش بکنی. این در غزل غزل‌های سلیمان، نه فقط اینجا، تو ده جای دیگه اشاره به 12 امام. یه چیز قشنگ روایت براتون بخونم، نگاه کنید، از جناب ابوبکر نقل شده، میگه که ابوبکر، نگاه کنید، انا نبی، از پیامبر نقل میکنه، میگه پیامبر به من گفت قاله، گفت سوره یاسین، سوره یاسین تدایی میکنه، میخونه، دعوت میکنه، فتورات المعمعه. ببینید پیامبر به ابوبکر گفتش که سوره یاسین تو تورات معادل معمعه، معد معده. ابوبکر تعجب کرد، گفت نگاه کنید، و مل معمعه، معمعه دیگه چیه یا رسول الله؟ کلمه رو تا اصلا نشنیده بود، گفت دیگه معمعه ما تا الان نشنیده بودیم، معد معد دیگه چی چیه؟ اینم من به شما نشون میدم چی بوده که آقا رسول الله، من گفتم وقتی آقا رسول الله میگه حتما هستش، اومدم گشتم دیدم بله به وضوح وجود داره. همین الان میذارم این سایتش، هم صفحهشو سیو کردم، قشنگ همون رو میذارم، نگاه کنید. اینهاش، من زوم میکنم، این عین سایتشون رفتم گرفتم. جنیسیس کتاب پیدایش باب 17 آیه 20، خدا شاهده این بحثای من حجت تمام میکنه، خدا شاهده. او دنیا ممکنه یکی تا قبلش بگه من نشنیده بودم، اما یه کسی که دیگه بشنوه دیگه اون دنیا خیرشو میگیرن دیگه، میگن تو که بهت گفتن دیگه، اینجوری نبود نشنیده باشه. من خیلی از حرفامو میگم، میگم این حرفای من واقعا حرفای خوبی نیست، میگن چرا؟ میگم که بابا داره حجت رو بر شما تمام میکنه. من تا جایی که میتونم اینو بزرگ میکنم تا ببینید. ببینید عبارت عبریشو نوشته، ترجمه فارسیشو نوشته، خدا داره با حضرت ابراهیم صحبت میکنه، یولیشمائل. اینم فونتیکشون که خودش نوشتن، سه ای که بالاش این علامتو میذارم صدای ش میده، یولیشمائل در لاسماعیل، برای اسماعیل، درباره اسماعیل، سمعتخا، که توی عبری میشه چی؟ خ. ملکوتو میگن چی؟ ملخوت. ملخ یعنی ملک، یعنی پادشاه، ملخ نه چکچکه. آره ملخ یعنی ملک.
خیلی دارن، ملخوت، ملکوت، اینا زیاد دارن. حاخام، خاخام یا حاخام همان حکیمه. حاکام، حکیم میشه خاخام، یعنی کسی که حکمت میدونه. یول اسماعیل سمعتوخا، درباره اسماعیل تو را شنیدم. سمعتوخا، تو را شنیدم ای ابراهیم. هینه، توجه کن، حواستو جمع کن. برختی اته، جالبه ببینید ایشون به این بزرگواران به این نتیجه رسن. ویل بلس، بلس یعنی برکت دادن. میگه که من برکت میدم فقط در مورد کی؟ ببینید، در مورد او، در مورد اسماعیل. میگه من برکتم فقط در خصوص اسماعیل خواهد بود، در حوزه امامت. امامت تورات اشاره کرده، در حوزه امامت فقط در مورد اسماعیل خواهد بود. جالب، این آته یعنی فقط در مورد او رو برادران یهودی تشخیص دادن که ترجمهشو به انگلیسی بگید ننویسن و با یک خط فاصله ای بپیچوننشو در رن. وهبرتی اند ویل میک، خواهند شد فقط او. نگاه کن، باز دوباره ترجمه نفرمودن، از اونجا چی گذاشتن؟ فقط یه خط فاصله که من اینجا آبی میکنم شما ببینید. وهیر بتی، و او را کثیر میکنم، زیادش میکنم، از طریق کی؟ فقط او، یعنی فقط اسماعیل، یعنی تأکید بر این که این از شاخه اسحاق بگید نیست، فقط در مورد اسماعیل. باز هم این بزرگواران تشخیص دادن که ترجمه نفرمایند. چجوری کثیرم میکنی؟ چجوری یه امت عظیم به وجود میاری از طریق اسماعیل؟ این طوری که میگه به معد معد. فهمیدی چی شد؟ آقا رسول الله پیش ابوبکر میگه که معد معد. ابوبکر میگه معد معد دیگه چی چیه؟ میگه این سوره یاسین خود ما معادل و معد معد تورات ها. ابوبکر میگه معد معد دیگه چی؟ حتی جالب، ابوبکر اینو بد نقل کرده، معد معد و معمع نقل کرده، دالش هم نگفته. میگه به واسطه معد معد که فقط کافی با جای حمزه اول ه بذارید میشه محمد، تمام شدم. بعدش چیه؟ اینجاش قشنگه. شانم اشر ناسیم، 12 ناسی. ناسی با ناوی فرق داره. نابی یا ناوی در زبان عبری یعنی پیامبر، از نبی میاد. نبع یعنی خبر، نبی کسی که خبر رو میاره. اما ناسی یک مقامی است بالاتر از نبوت. یعنی چی؟ بهتون بگم. شما میبینید که یک پیغمبری فقط بر قوم خودش پیغمبره. یعنی اگر در زمان حضرت موسی قوم حضرت موسی از حضرت شعیب پیروی نمی کردند، خدا اون دنیا با اینا کاری بگید نداشت. میگه هر پیغمبری مأمور بر قوم خودشه. واضحه به نظرم، این خیلی آشکاره. ایرانی ها پیغمبرشون حضرت زرتشت بوده، همزمانی که زرتشتیگری بوده تو اونور دنیا یهودیت هم بوده. خرده ای بر ایرانی ها وارد نیستش که چرا شما پیغمبری حضرت موسی رو قبول نکردید، چون حضرت موسی پیغمبر قوم خودشه. آیات قرآن هم همینو میگه، میگه ما پیغمبر رو برای خود قومش فرستادیم. اخاهم شعیبا، از بین خودشون بود، برادر خودشون بود، نزدیک خودشون بود، بر اون قوم حاکم شد. حضرت ابراهیم با حضرت لوط 30-40 کیلومتر زمینی فاصله دارن. حضرت ابراهیم پیغمبر قوم خودشه، حضرت لوط که برادرزاده حضرت ابراهیمه اونم پیغمبر قوم خودشه. اما یک نکته عجیب، برای بعضی از افراد دقت کنید، از لفظ ناوی یا نابی استفاده نمی کنن. تو فیلم آواتار اگر دقت می فرمودید اون موجودات اسمشون ناوی بود، یعنی خیلی زیرکانه اون جنیان رو میگفتن پیامبر، یعنی این جنا پیغمبرن. خب یه توهینی به انبیاء الهی بود دیگه، یعنی کسی که وحی رو بر شما آورده این شیاطینن. این محتوای همون کتاب آیات شیطانی سلمان رشدیه. اما اینجا از یه نفس دیگه استفاده میکنه، ناسی، که ویژگی این فرد چیه؟ دیگه حاکم بر قوم خودش نیست، حاکم بر کیه؟ بر کل ناس.
دیگه اینجوری نیستش که اگر یک نفری به مقام ناسی رسید بگی این برای این قوم، برای اون قوم نخیر. ناس کل مردمن دیگه، چون اینا 12 نفرن و این محمدی هم که بالا آوردیم با هم میشن 13 نفر، جمع بسته میشه میگه ناسی ایم. چی ترجمه کرده؟ میخونید یا نه؟ این میشه ترجمه کرده پرنسس، شاهزاده. امام و برداشتی چی ترجمه کرده؟ پرنسس. بعد میگه از اسماعیل یولد، به دنیا میان اینا، یعنی از نسل اسماعیلن. یولد به دنیا میاد، ولده کاملا واضحه. چی ترجمه کرده؟ شل بیکام. یونت تیفلگوف گادوله، گا یعنی بزرگ، داوله دولت بزرگ، دولت بزرگ اینجوری فرض کنید، و از اونها یک امت بزرگ به وجود خواهم آورد. این عیناً تو تورات براتون آوردم ترجمه. جالبه توی این، توی فارسیش هم، یعنی تو توراتی که به فارسی نوشتن ترجمه کردن، تا حدود این سالم مونده، یعنی یه خورده دستکاری شده. اونم الان براتون میارم خودتون ببینید دیگه. پیدایش 17-20-21 بود فکر کنم. اینا ببینید. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت میدهم و بارور میگردانم و او را بسیار کثیر میگردانم. 12 رئیس از وی پدید میآیند و امتی عظیم از وی به وجود میآورم. همشو گفته، یکی معد معدو حذف کرده و به جای واژه امام رفته چی استفاده کرده؟ رئیس. حالا تو از کجا میگی اون امامه؟ برای تو میذارم. گفتم اولا ناسیو گفتم، یه استدلال دیگه دارم خیلی قشنگ، اونم باز از تو همین کتاب مقدس اثبات میکنم بنده. اگه اینا رو ما برامون درک میشد و حقیقت رو در میافتیم، امروز این همه جنگ تو دنیا نبود. تفرقه رو خود انسان به وجود آورد، چون نخواست حق رو بپذیره. اینجا رو نگاه کنید، باب 22 رو اول بخونم. و واقع شد بعد از این وقایعی که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت ای ابراهیم، عرض کرد لبیک، گفت اکنون پسر خود را که یگانه توس و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوهایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذار. اومدن چیکار کردن؟ به جای اسماعیل تو تورات گذاشتن چی؟ اسحاق، چون می‌دونستان اون 12 امامی که وعده داده شده از همین بچه قربانی به وجود میاد. من سخنرانی مفصل کردم که این تیکر که کردن اسحاق، 10 جای دیگه تورات ریخته به هم. چرا؟ چون میگه یگانه پسر تو اگر اسحاق باشه، قبلش اسماعیل به دنیا اومده دیگه، یگانه پسر نیست، دومی پسره. از چند جای اینو من بیرون کشیدم تو سلسله نشستار روایت عهد گفتم. اما اون که من خدمت شما بزرگواران نشون بدم اینه، ببینید. و ایام زندگی ساره 127 سال بود، همسر حضرت ابراهیم و مادر اسحاق. میگه این سالهای عمر ساره در قریه هبرون است. میگه اون مرد در سرزمین کنعان مرد و ابراهیم آمد برای ساره ماتم گرفت و گریه کرد. برای ساره ماتم کند و گریه کند. و ابراهیم از نزد میت خود برداشت و بنی حتا را خطاب کرده، گفت من نزد شما قریب و نذیر هستم، قبری از نزد خود به ملکیت من دهید تا میت خود را پیش روی خود دفن کنم. یعنی چی؟ حضرت ابراهیم همسرش مرده، اومد به مردم اونجا که بنی حتا بودن، مردم فلسطین، گفت من اینجا غریبم، نزول کردم تو سرزمین شما. این حضرت ابراهیم بچه عراقه، محل تلاقی دجله و فرات، شهر اور. بعد گفت من غریبم اینجا، زنم هم الان فوت شده، یه متر و نیم دو متر به من زمین بدید، من بیام زنمو دفن کنم. ببین اونا چی جواب دادن. پس بنی حتا در جواب ابراهیم گفتن خوب اینجاشو دقت کنید تو رو خدا، ای مولای من. رئیس اینا گفت ای مولای من، یعنی حضرت ابراهیم کامل چیه؟ قبول داره. سخن ما را بشنو، حرف ما را گوش کن. تو در میان ما، اینجا که سیاه میکنم ببینید، الان سفیدش میکنم که خودتون راحت بخونید. تو در میان ما رئیس خدا هستی، پناه بر خدا.
رئیس کی؟ بگید. یه سوال، توی اونجا امامو به فارسی چی ترجمه کرده بود؟ رئیس. اینجا میگه رئیس خدا هستی، یعنی کی هستی؟ امام خدا هستی. انت ولی الله. یعنی خیلی جالبه، بنی حتی که از قوم حضرت ابراهیم نیستن او را به امامت پذیرفتن، چون ناس که هستن، متوجه چیه؟ از قومش نیستن اما ناسن، و حضرت ابراهیم به مقام چی رسیده؟ ناسی بر کل مردم، بعد از چه ماجرایی؟ سربریدن پسرش. دیگه پیغمبر نیست، پیغمبری رو رد کرده، مقامی بالاتره. اینا الان ابریش هم میارم به چشم خودت ببینی. گفت در بهترین مقبرای ما میت خود را دفن کن. گفت هر مقبری دوست داری بد میدیم. ببین، سمعنا، بشنو از ما، ادونای یعنی مربوط به خدا، ادونای چی؟ ناسی. تو ناسی خدای ما هستی. یه موقع میگی تو نبی الله هستی، رسول الله هستی، میشه رسول الله. یه موقع هست یه صفت دیگه هست، میشه امام الله، ولی الله. گفت تو ناسی هستی. خیلی جالبه، همان لفظی که برای ابراهیم استفاده شده برای کیا استفاده شده؟ برای اون 12 نفر. نکته دیگه، الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگه زبان اسرائیلی عبریه. وقتی اینا اسرائیل تشکیل دادن، یهودی ها زبان عبری رو دوباره زنده کردن، این زبان مرده بود. الان به رئیس جمهور در اسرائیل میگن ناسی. چرا؟ چون رئیس جمهوره. درسته آقای، الان مثلا آقای روحانی، همین عده‌ای که اینجا نشستن، یه عده‌ای بهشون رأی دادن، یه عده‌ای رأی ندادن. آیا ایشون رئیس جمهور اون کسایی که رأی ندادن نیست؟ هست. چه ربطی داره؟ خیلی جالبه. لفظ ناسی یعنی کسی که حاکم بر کل مردمه. اینا خودشون دارن، اینا گفته بودن. آیا این اشاره تو قرآن هم داره؟ کاملا با همین لفظ تو قرآن اومده. به خدا قسم یه سری آیه های قرآن این یهودی ها از مسلمان ها بهتر میفهمیدن. صدر اسلام، اینو بگم و سریع برم سراغ بحث قبلی. من عذرخواهم اگه شاید بعضی از عزیزان که سخنرانی گوش میکردن بگن این یه سری بخشای از این اگر شاید تکراری بود، چاره‌ای نداشتیم باید بگیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی ابراهیم را با کلمات خدا آزمودیم، فتمهنه، قال انی جاعلک للناس، بگید اماما. لچی؟ برای چی؟ للناس. تو دیگه برای کل مردم امام شدی. گفت قال و من ذریتی، امامت هنوز تو ذریه من هست؟ گفت امامت عهده. قال لا ینال عهد الظالمین، عهده که به ظالم جماعت نمیرسه. و تو آیه بعدی میگه و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، یعنی عهدمون از طریق کی بردیم؟ اسماعیل. جالبتر بدونید، تو قرآن میدونید چه کسایی قدرت شفاعت دارن؟ سوره مریم هم آورده، سوره عجیبیه سوره مریم، فکر کنم 50 اینا باید باشه، حالا اگه بتونم پیداش کنم الان درستش کنم. یه صلوات شما بفرستین من پیداش میکنم. دیدید صلوات شما کارساز شد. ما میدونستیم بر مشکلات مملکت هم میگفتیم شما هی صلوات بفرستید تایی. حالا بفرستید. خب لا یملکون الشفاعه، شفاعت تو اون دنیا هیچ کس ملکشو، هر کسی نداره ملک شفاعت، مالکیت شفاعت نداره، الا جز اونایی که اتخذ عند الرحمن عهدا. کیا میتونن شفاعت کنن؟ که با خدا عهد دارن. عهدو برای کی استفاده کرد؟ برای امامت. حواستون شد؟ جمع شد چی شد؟ کیا میتونن شفاعت کنن؟ دنیا کسای عهد دارن. خود قرآن 124 بقره عهدو برای کی استفاده کرد؟ برای امامت. میگه امام میتونه شفاعت بکنه. این عین آیه قرآنه، میتونید به جواب بدید. خود قرآن داره میگه نمیخوان بعضی‌ها بپذیرن، نپذیرن، به خدا اهمیتی نداره. ما بالاخره باید قبول کنیم دنیا میخوام جواب بدیم یا ندیم، چیکار میخوام بکنیم. نکته دیگه که خیلی شایان توجهه که من دوست دارم شما بزرگواران بدونید، پس این اشارات به امامت 12 امام به وضوح داشته در اسلام هم آمد.
با عنوان خدمت شما عرض بکنم در اسلام خودمونم 12 خلیفه 12 امام در صحیح مسلم کتب برادران اهل سنت و شیعه هم زیاد داره که بعد از پیامبر 12 امام 12 خلیفه 12 قیم 12 نقیب مثل نقبای موسی 12 رجل خواهند اومد دیگه. حالا با خودتون یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود و دوست دارم اینجا یه خورده در موردش بحث بکنم و جدید مطلب خوب دقت بفرمایید اینه، یه خورده میترسم اینو بگم حواستون جمع نباشه چون تمام مطالبش جدیده، نتونید اینا رو کنار هم دیگه در واقع با هم دیگه مچ کنید، سینک بکنید، یه وقت از ذهنتون بره. حتی اون کسی که میتونن بنویسن یا تو اگه حافظه قوی دارن نگه دارن خیلی خوبه. پس یهودیت هم مفهوم امامت رو داشت و دید یک مقامی هست که از مقام پیامبری هم چیه؟ بالاتره. متاسفانه به جای اینکه بیاد خودشو در تبعیت آن مقام بالاتر قرار بده، گفت پیغمبری به درد نمیخوره، ما برنامه‌مونو میبندیم اون مقامو به دست بیاریم. گفتن چجوری میخوای به دست بیاری؟ گفتن از طریق درخت حیات و درخت کابالا، عرفان یهود. گفتن ما با کابالا این درخت و اینو به دست میاریم و ما میشیم امام خلیفت الله علی الارض، یعنی جانشین خدا رو زمینه، امضا از طرف خدا داره. حضرت عیسی علیه السلام که برخی قائل بر اینن که حضرت عیسی علیه السلام به مقام امامت هم رسیده، دقت کنید ببین چی میگم، برخی قائل بر اینن حضرت عیسی بعد از پیغمبری اولوالعزم خودش به مقام امامت رسیده، برخی مقام امامت رو برای حضرت اسحاق هم نقل کردن که او هم اواخر عمرش به امامت رسید، برای یعقوب هم برخی گفتن به امامت رسید. پیامبر خودمون آقا رسول الله بعد از پیامبری به امامت رسیده ایشون. شما تو دعایت ببین، ما شیعه ها میگیم امام صادق، همه امام ها صادقن، اما یه امام بوده که چی؟ خیلی جلوه کرده صداقت در ایشون. یه امام رو میگیم امام کاظم، کظم غیظ و فرو خوردن خشم در ایشون خیلی جلوه کرده. یه امام رو میگیم امام رضا، رسیدن به مقام رضایت در او جلوه کرده. یه امام هم داریم تو دعای توسل بهش میگیم امام الرحمه، کیه؟ پیامبره. یعنی مقام امامت پیامبر هم خیلی مهمه. اینو من به شما بگم عزیزان، امت اسلامی امامت پیغمبر رو نفهمید، به خاطر همین پیامبر رو خلاصه کردن در کسی که فقط وحی و انتقال میداد. میگفتن تو آیه قرآن گفته انما انا بشر و مثلکم یوها علی، تو خودت گفتی تو قرآن گفته که منم یه بشریم مثل شما که فقط به من وحی میشه، پس تا زمانی که وحی میشه تو کارایی داری، اگر وحی نباشه ما کارایی تو قبول نداریم. شما دقت بکنید وقتی پیامبر یه قلم کاغذ میخواد تا بنویسه، یکی از صحابه میگه حسبنا کتاب الله، ما وحی رو داریم، به نوشتن تو نیازی نیست. ان الرجل لیهجر قلب علیه الوجع، گفت این مرد داره حزیون میگه، وصیت پیغمبر گرفت پاره کرد دختور. میگفتن فقط تو قرآن آوردی. این نگاه متاسفانه در یهودیت شکل گرفته بود. یهودیت میگفتن پیغمبرا کاراییشون فقط اینه که وحی آوردن، خب الان تورات دست ماست، موسی میخوایم چیکار؟ ها؟ هارون میخوایم چیکار؟ عیسی میخوایم چیکار؟ عین نعوذ بالله اینجوری بشه که من یه سی دی داشته باشم، یه مطلبی رو از روش بردارم توی هاردم چیکار بکنم؟ کپی کنم، بعد بگم دیگه این سی دی جای بی خود میگیره، یا تو فلشم یه مطلبی کپی میکنم تو کامپیوترم دیگه خیالم راحت شد دارم، میگم این توی فلشم جای بی خود میگیره، میخوام چیز جدید توش بریزم، فلشو برمیدارم چیکار میکنم؟ فرمت میکنم، پاک میکنم. اینا میگفتن که حسبنا کتاب الله، یعنی فقط ما پیغمبری رو تو بهم اثبات شد، بقیه‌شو دیگه نمیخواد. در کتب تاریخی که اهل سنت هم اشاره کردن، نزدیک 70 تا 140، برخی میگن 130 و 140 مشاجره و دعوای لفظی بین پیغمبر و صحابه نقل شده. پیامبر حرف میزد به پیغمبر میگفتن این حرف خودتو یا وحیه؟ اگه وحیه قبول میکنیم، اگه حرف خودتو ما قبول نداریم. یعنی امامت پیغمبر رو نفهمیدن،
مظلوم ترین شخص در اسلام خود پیامبره که هیچ کس شأن ایشون رو درست حسابی نفهمیده. او امام رحمته، خدا به واسطه او رحمت رو آورد. خوب اینا رو دقت کنید. من برای اینکه اینو توضیح بدم مجبورم یه خورده این درخت کابالا رو هم یه نیمچه توضیح بدم. این درخت کابالا معادل 22 تا حرف عبری این درخت رو تنظیم کردن. 10 تا میوه داره، اولش از تاج شروع میشه، خوب نگاه کنید، بعد میوه دوم حکمت، چیه اسمش؟ حخمه یعنی حکمت، بعد بینا معرفت، بعد گبورا جباریت، قد ستوت قهر، چست رحمت، هاد عظمت، نتزچ پیروزی، یست اساس و نیروهای آفریننده، و آخریش چی میشه؟ ملخوت یعنی چی؟ پادشاهی. میگفتن این درختیه که همون حضرت آدم رفته سمتش و خدا چیکارش کرده؟ گفته نباید بری. درخت حیات. تو همین فیلم آواتار اگه دقت میکردین موجودات آبی رنگ که بهشون هم میگفتن ناوی دوره چی میچرخیدن؟ یک درختی بود. یا درخت زندگی، فیلمی که اسکار گرفت. خب این درخت حیات خیلی معنی. اینا میگن ما از روی پادشاهی روی زمین، خلیفت الله علی الارض، آیه قرآن خدا گفت من میخوام یه جانشین برای خودم روی زمین بذارم، فرشته ها گفتن این روی زمین فساد میکنه، خدا گفت من یه چیزی میدونم که شماها، یعنی اعلم ما لا تعلمون، من این چیزی میدونم شما نمیدونید. گفتن ما اول تاج رو به دست میاریم از طریق اون. این درختی که 10 تا میوه داره حروف الف با میشن شاخه هاش. 10 تا میوه، اولین حرف 11 میشه دیگه بعد از 10 تا میوه، الف، دومین حرف بت، سومین حرف 13 جیمل، 14 دالت، الف بت جیمل دالت، ابجد، همه ابجد حوز حتی کلمن صحف از قرشت که هر کدوم یه عددی داره اینجاست. ببینید حروف الف بای عبری عربی الف با تا اینجوریه، ابجد حوز حتی کلمن صحف از قرشت نیست. جمع بزنید میشه 22 تا. 22 تا شاخه با 10 تا درخت میشه چقدر؟ 32 تا. پس اگر انسان برسه به ملکوت خدا 32 رو رد بکنه خدا رو هم رد کرده، نعوذ بالله. میرسه به مرحله چند؟ 33 که عدد مقدسین رو بود و هست هنوزم. یعنی میگن ما زمانی که دقت کنید کثیر بشیم، کثرت پیدا بکنیم، همون وعده‌ای که خدا به فرزندان ابراهیم داد در مورد ما درست میشه، ما کل کره زمین رو میگیریم، هممون هم خدا میشیم. متاسفانه به جای اینکه بیان حرف ولی خدا و حجت خدا روی زمین رو گوش بکنن، جلوی اولیاء خدا جنگیدن، میگفتن شماها پیغمبرید، ما یه مقام پیدا کردیم از اونم بالاتر. من یک سوال از شما میپرسم، اینا سوالای قرآنی که شیعه سنی نداره، هم گیرپاچ میکنن توش الحمدلله. حضرت خضر که هیچ جای قرآن نگفته پیغمبره، اصلا نگفته پیغمبر، اما ما بر مبنای روایت میگیم ایشون مقام پیامبری هم چی داشته. حضرت خضر چه مقامی داره که حضرت موسی اولوالعزم پیشش مثل بچه میدونه؟ من جواب میخوام. چه علمیه که حضرت، این آیه قرآنه، تفسیر نیست عزیز دل من، همین آیه قرآن ها خیرمون اون دنیا میگیره. چه علمی داشته، چه مقامی داشته؟ به حضرت موسی میگه سوال نپرس، فقط دنبال منه. آخرم جالبه، حضرت موسی تو امتحانشون چی میشه؟ رد میشه، رفوزه میشه، میگه برو خونتون دیگه. از پیغمبر اولوالعزم مقام بالاتری داره. ما همینو در مورد حضرت ابراهیم میگیم، میگیم بابا حضرت ابراهیم علیه السلام پیغمبر اولوالعزم خلیل الله، تو 99 سالگی میخواد سر اسماعیلو ببره، خدا وقتی اون آزمون ازش میگیره میگه انی جاعلک که للناس اماما، یعنی یه مقامی رسیدی که قبلا اولوالعزم بودی نداشتی، این مقام جدیده و اون مقام امامته. مقام امامت بالاتر از مقام پیامبری است، واضحه که بالاتر از پیامبری است.
اینا اینقدر پررو شدن گفتن خدای روی زمین، خلیفت الله علی الارض، خدای روی زمین معنی کردن. گفتن روی زمین خدا میشیم، منتها یه دونه هم نه، چند تا بگید به تعداد یهودیان. چون امام روی زمین چند تا است بگید؟ فقط یه دونه. زمانی که آقا رسول الله امامه، حضرت علی مثل یک بنده و برده کنار ایشون میدوید. من روایتشو برات میخونم. سعسعت ابن سوهان اشتباه نکنم میگه علی ابن ابی طالب ضربت خورده بود، روز آخر بود، به نزد علی وارد شدم، از حسن علیه السلام اجازه گرفتم بر علی وارد شدم، دیدم پارچه زرد به سرش بستند، چنان صورت شریفش زرد شده بود که پارچه را تشخیص نمیدادی رنگ پارچه را از صورتش، اینطور زهر اثر کرده بود. گفت یا علی ازت چند تا سوال دارم. حضرت علی گفت من حالم خوش نیست، وقت سوال پرسیدن نیست. گفت باید بپرسم. گفت خب بپرس، منتها کوتاه بپرس. گفت من یه چیزایی از پیغمبر شنیدم، این سوالام تو ذهنم مونده بود در مورد تو، امروز میخوام ازت بپرسم. گفت بپرس، خوب گوش کنید. گفت مقام تو بالاتری یا آدم؟ حضرت علی گفت پاسخ این سوال پاسخ مناسبی نیست، چون موجب ممکنه این بشه که آدم از خودش تعریف کنه. گفت جواب میخوام یا علی، جواب میخوام. گفت چون بحث علمی داری میکنی، شرعاً برگردن من اینه که جواب درست رو بهت بدم. من مقامم بالاتره، من امامم، او پیامبر بود. گفت چرا بالاتری؟ گفت خدا گندم را بر آدم حرام کرد، اما او به سمت گندم بگید رفت، اما گندم بر من حرام نبود، به گندم لب نزدم. گفت مقام تو بالاتره یا نوح یا ابراهیم؟ عذر میخوام، بعدش حضرت نوحه. یا نوح؟ گفت نوح. گفت من. گفت چطور؟ گفت نوح بعد از تبلیغی که انجام داد قومش رو نفرین کرد، صبرش تموم شد، گفت من دیگه خدا رو حالیم نمیشه دیگه، اما من شماها رو نفرین نکردم، گفتم خدا منو از شما بگیره. گفت مقام تو بالاتر، اینجا شو دقت کنید، مقام تو بالاتر یا ابراهیم؟ گفت من. گفت چرا؟ گفت ابراهیم به خدا گفت من به تو ایمان دارم خدا را، اما لیطمئن قلبی، برای اینکه قلبم آروم بشه، یقینم بیشتر بشه، دوست دارم چیو ببینم؟ بهم نشون بدی؟ رستاخیز رو نشون بدی. خدا گفت 4 تا پرنده بردار بکوب، آیه قرآن دیگه، گوشتشون رو له کن و هر کدوم بذار سر یه کوهی. اما خدا میداند اگر تمام پرده ها کنار روند، ذره ای بر ایمان علی ابن ابی طالب نه افزوده می شود و نه کم می شود. یعنی من به یقین رسیدم. گفت مقام تو بالاتر یا موسی علیه السلام؟ حضرت فرمود من. گفت چرا؟ گفت موسی بارها در مقابل مأموریت الهی ابراز ترس کرد. درسته، در قرآن آیش هم داریم، می گفت انی اخاف، من می ترسم، نحنو نخاف، من و داداشم میترسیم. اشتباه نکنم 7 مرتبه حضرت موسی تو قرآن گفتم من میترسم. خدا میگفت ولا تخف، نترس، انی معک، من با تو هم. هی میگفت نترس، من خدا با تو هم. آقا امیرالمومنین میفرماد وقتی سوره براءت و رسول الله به من گفت ببر به اون کفار بده، کفاری که آدمو تیکه تیکه میکردن، خدا میداند ذره ای ترس بر وجود من نیامد. خدا میداند آن روزی که در جایگاه پیامبر خوابیدم، لیلت المبید، و 40 تن برای کشتن و تکه تکه کردن پیامبر اومدن. میدونید دیگه امیرالمومنین به قول ملافه و اون پتو رو خودش هم کشید که اصلا اشتباه هم گرفتن بذار اشتباه بگیرن، فکر کنن به پیامبر رسیدن و پیامبر بتونه بره. اومدن روکش رو زدن کنار، نگاه کردن، آیه قرآن نازل شد و مردانی که جانشان را در راه خدا تقدیم میکنن و تعریف کرد از امیرالمومنین که شیعه و سنی میگن این اجماع شیعه و سنی در وصف علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت خدا میدونه علی ذره ای نترسید تو این راه. ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هم حراسی نبود.
بعد گفت مقام تو بالاتر است یا مسیح ابن مریم؟ گفت من. گفت چطور؟ گفت هنگامی که مسیح علیه السلام میخواست به دنیا بیاید، آیه قرآنه، خدا به مریم گفت از خانه من بیرون برو، اینجا محل زایمان نیست. اما خداوند به مادر من فاطمه بنت اسد گفت برای زایمان علی به خانه من داخل شو. سندشو میخواید از کتب اهل سنت براتون بگم، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3، تو اونجا این اومده. بعضی از اهل سنت میگن این سندش کجاست، اینم سندش. دوستانی که کتاب شناسن میدونن مستدرک حاکم نیشابوری مولا درزش نمیره، مستدرک نوشته بس صحیح بخاری و صحیح مسلم. 3 روز فاطمه بنت اسد تو خونه خود امیرالمومنین به دنیا اومد، اونجا مهمان بود. حضرت مریم میخواست حضرت عیسی رو به دنیا بیاره، خدا برو بیرون از خونه من. بعد گفت سوال آخر سعسعه رو گوش کنید، گفت مقام تو بالاتر است یا پیامبر؟ این خیلی عجیب. حضرت امیرالمومنین فرمود انا من عبد من عبید محمد. الله محمد بجه. گفت من یه بنده از بنده های محمد. زمانی که یه امام زنده باشه امام دیگه چیه؟ مأمومه. حضرت زهرا میبینه اومدن امام زمانشو ببرن، امام زمانشه، زهرای مرضیه است. بزرگان اهل سنت میگن محدثه است. محدثه یعنی کسی که با جبرئیل در ارتباطه. میره پا علی ابن ابی طالب وای میسته ازش دفاع میکنه. زمانی که آقا رسول الله خطر شهادت برش میره، امام علی امام نیست، مأموم اونجا، امام رسول اللهه، مثل پروانه دورش میچرخه، 90 زخم برمیداره، 90 زخم. میگن علی رو نمیشد بس زخماشو، انقدر زخمی شده بود این بدن، در پتوی از مرهم او را پیچیدند. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار اینجا نازل شد. اینا میگن نه ما هممون بیایم امام شیم. بعد یه سوال، اگر هممون خدا شدیم، ببین چجور رئیس خدا شدیم، یعنی مرحله بعد از بگید خداست دیگه، میشه مرحله 33. اینا گفتن پس ما با درخت میریم خدا رو میکشیم پایین، خونش رو میگیریم. عجب آدمای بیشعوری. اینم آیهش، آیه توراتش هم براتون بخونم، شما که حوصله تحقیق ندارید، همین امروز که من دارم میخونم حواستون جمع کنید، چون اینا رو اینجا برید دیگه فراموش. شوخی میکنم، ناراحت نشید. باب 11 همه کتاب پیدایش، و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود. میگه همه مردم به یه زبان حرف میزدن. و واقع شد چون از مشرق کوچ میکردن، همواری در سرزمین شنعار یافتن و در آنجا سکنا گرفتن. میگه همه اینا یه زبون داشتن، راه گرفتن رفتن به سرزمین شنعار رسیدن. و یکدیگر گفتن بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. گفت بیا یه خشت درست کنیم، آجر درست کنیم، یه برج بسازیم، بریم بالا خدا رو بکشیم پایین. و پدرتون لعنه. خدا کجاست بگید؟ بالای ابراز. اینا تصورشون بر این بود که ملکوت خدا بالای ابراز. میگفتن این ابرا، چون علم نداشتن دیگه، میگفتن این ابرا چیه؟ این ابرا پارچه یک خدا میندازه که نبیننش. میگفتن عیبی نداره، یه برج میسازیم، میریم بالا این برجه، خدا رو میکشیمش پایین. خدا متوجه شد اینا تا برجی را که سرش به آسمان برسد بسازند، برای خود بنا نهیم. خدا گفت و خدا نزول نمود، خدا اومد پایین. خدا که میره بالا میاد پایین از تو یهودیت گرفته شده. اگر شما میبینید وهابی‌ها میگن خدا میره بالا میاد پایین، از تورات گرفتن، ریشه اینا یهودیه. جالبه بهتون بگم خدای تورات فقط تا اول فجر صبح میتونه رو زمین بمونه، یعنی قبل طلوع خورشید سری باید بره بالا. نمیدونم خدای یخی آب میشه آفتاب بهش بخوره، چه داستانی داره من نمیدونم. جالبه بدونی در وهابیت هم همینه، میگن خدا شب نزول میکنه، حاجات مؤمنی میریزه تو خورجینه، تو کیسهش میریزه، قبل فجر صبح میره بالا.
تو ماجرای کشتی گرفتن خدا با حضرت یعقوب تو کتاب مقدس همینه دیگه. وقتی حضرت یعقوب بی‌انصافی کرده بود و نعوذ بالله زیر یه خم خدا رو گرفته بود، ول نمی کرد، هی فشار رو بیشتر می کرد، خدا گفت ولم کن، بذار برم بالا. گفت نه ولت نمی کنم. گفت چی میخوای؟ گفت پیغمبری رو رد کن بیاد. رد دل جلسه. آقا رد کن بیاد. میگفتش که بابا خب تو پیامبری لایق پیامبری نیستی. نعوذ بالله ما اینا رو قبول نداریم، اینا خزعبلاتی که تو کتابای ایناست. گفت تو لایق پیغمبری نیستی. میگفت نه پیغمبری رد کن بیاد. خدا گوش نکرد، این حلقه رو تنگ تر کرد. داد خدا در اومد، گفت بی انصاف، ول کن، فجره، اگه من نرم باید برم یه دکمه رو بزنم تا خورشید طلوع کنه. یعنی خدا که باید بره و بیاد و یه دسته رو بگیره و بکشه و جسمه، خدای جسمانی وهابیت از اینجا در اومد. جالبه اینجا بدونید خدا روی صندلی میشینه، در اینجا خدا موهاش فره، طلایی رنگ هم هست، عین خداییه که ابن تیمیه حرانی معرفی میکنه، میگه خدا موهاش فره، صورتش کوسه است، ریش هم نداره. امران شاب میگه بسه پسر نوجوان خدا. بعد از یه روی صندلی هم میشینه، اینجاش خیلی جالبه. بعد اینا اومدن با خودشون گفتن ما از یه طرف میگیم الله اکبر، الله اکبر یعنی چی؟ خدا یه کسی که رو صندلی بشینه باید صندلی از جایی که اون فرد میشینه چی باشه بگید؟ بزرگتر باشه. پس یه چیزی پیدا کردیم که از خدا چیه؟ بزرگتره. کتابها نوشتن در مورد که خدا بزرگتر است یا صندلی خدا. در مورد جرجر صدای صندلی خدا بحث کردن که خدا میشینه چون سنگینه این صدای جرجر صندلی در میاد. این مزخرفات همونه که به خورد این علاقا میدن تو سوریه، میرن خودشون رو منفجر میکنن، نوش جونشون که گفتم علاق. حساب اینا رو از برادران اهل سنتمون جدا میکنه. خودم توجیه همینا رو 6-7 ساله دارم میگم، مطمئنم بابت این کلمه علاق اون دنیا خیر منو خواهد گرفت. میگه چرا منو به اونا تشبیه کردی؟ علاقه کل انعام بل هم ازل، که بعضی هستن از علاق بدتره. خدا اومد پایین ببینی اینا دارن چی کار میکنن. یه دقیقه حواس خدا پرت شد، این گور به گور شده ها دارن یه برج میسازن، یه ساختمون ماختمون، برج سازی نبوده، کی مجوز گرفته، کی رفته گود برداری کرده، اینا برج دارن میسازن میان بالا. اینا اومد پایین رو نگاه کردید ای، و خدا نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردن ملاحظه نماید. مثل مهندس ناظر اومد پایین برج رو ببینه، از بالا نمیتونه ببینه. و خداوند گفت همانا قوم یکیست. گوه همه این قوم یکی شدن و جمیع ایشان را یک زبان است. گوه همشون هم به یه زبان بلدن حرف بزنن و این کار را هم شروع کرده اند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنن از ایشان ممتنع نخواهد بود. گوه هر کاری بگی الان دست اینو برمیاد، برسن بالا یخی خرمن گرفتن کشیدن پایین. چون تو کشتی گرفتن هم بگید یکیشون یعقوب بوده، خدا را زده زمین. تو فرض کن 1000 تا بریزن اونجا، همه اون ملائکه و عرش و همه رو یکی میکنن. خدا گفت چی کار کنم؟ یک کمی فکر کرد، یه فکری به ذهنش رسید. اینایی که دارم بهتون میخونم این آیه تورات ها، باز کردم تورات جلوی چشتون دارم میخونم. گفت اکنون نازل شویم، گفت الان میایم پایین تر و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم. گفت اول زبون اینا رو عوض میکنیم که دیگه حرف همون نفهمن، نتونن بقیه برج رو بسازن. چرا؟ گفت اینو میکنمش فارس، اونو میکنم ترک، اونو میکنم عرب، اونو میکنم انگلیسی. اون میگه مثلا کرپیش آت جلسه، اون دیگه نمیدونه کرپیش چیه، میخواد برج رو بسازه دیگه بلد نیستش. میگه چی میگی؟ میگه کرپیش، نمیدونه، چون میگه آجر. اومد و زد زبون اینا رو مختلف کرد. این که زبان‌های مختلف رو زمین هست، یهودیان اینو کار خدا میدونن. یعنی عامل اصلی تفرقه روی زمین کیه بگید؟ خدا. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اینم آیه قرآنی که میگه به سمت خدا بیایید. خدا مردم رو دعوت به وحدت میکنه. پس خدا ایشان را اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشبث سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمان پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند
و از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت زبانه تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده. خدا اومد زبون اینا رو یکی کرد، ساختمونش هم نصف کاره همینجوری مون، یه رعد و برق هم فرستاد محض احتیاط، یه دیگه اینا رو هم کشت، بعد پخششون کرد رو زمین، گفت حالا خوش باشید واسه خودتون، ببینم دیگه میتونید با من خدا بر. اینا هم دیگه از اون موقع چون زبونشون مختلفه دیگه نمیتونن با هم حرف بزنن، علیه خدا چیکار بکنن؟ توطئه کنن. این خزعبلات شما فقط نگاه بکنید، من هیچ حرفی ندارم. بعد میگه چند تا هست دیگه، بعد از اون جنگ و اینجور چیزا درست شد، اینم برجی که ساختن برسن بالا. یعنی این برج در واقع از چی گرفته شد؟ معماری. این که اینا فراماسونه را این اسم رو خودشون انتخاب کردن، من خودم استاد این مباحثم دیگه، بعید میرم تو کشور کسی باشه بیشتر از ما کار کرده باشه. این ماجرایی نمیدونم انجمن صنف معماران اینا، این همه شر و وره. اینا میگن ما همون معمارایی هستیم که برج ساختیم، ما همون معمارایی هستیم که معبد سلیمان رو ساختیم. افتخار میکنن به معماریشون. چرا؟ چون معماری رو نماد کنار هم بودن میدونن. این برج هم تا برجی بسازیم که سرش به آسمان برسد، این برج هم ساختن رفت بالای چی؟ ابرا، که از بیخ و بنیان چیه؟ دروغه. عمرن برج میلادش نمیرسه به ابرا. اون زمان با چی ساختید رفتید بالا؟ خب خالی رو بستن دیگه، خش زدن، کنتور که نمیندازه، بزن خالی رو ببن کی بکی. یعنی در واقع به واسطه همین درخت از تاج حکومت روی زمین قرار برسن به ملخوت حکومت روی آسمان، و خدا رو هم رد کنن، رئیس خدا. و خدا اون بالا وایستاده، نگاه کن رعد و برق میزنه، ملت هم انداخته به جون چی؟ به جون هم انداخته، مردم هم دیگر میکشن، خدا هم داره عشق میکنه. اینم برج بابل که نصف کاره است، اونا میگن. اینم چیه؟ پارلمان اروپاه. اسمش چیه؟ اتحادیه اروپا. میگه خدای ما رو فرق تفرقه انداختی بینمون، ما یک بار دیگه متحد میشیم، برجمونو میسازیم، روزی که این برجو کامل کردیم یعنی رسیدیم بالای ابرا، تو رو میکشیم پایین. یه سوال راستی، با یه درخت شما بری بالای ابرا، درخت کابالا بری بالای ابرا، خدا رو بکشی پایین، شما رو یادش میندازه؟ باریکلا لوبیای سهرامیز. جناب آقای جک یه لوبیا کاشت، رفت بالا، درخت شد، رفت بالا، بالا ابرا ملکوت خدا رو پیدا کرد. خدایی که چی؟ نعوذ بالله حسوده. چیکار کرده؟ طلا و موسیقی که نماد خوش بودن، لذت رو از ما گرفته، ثروت و لذت رو از انسان گرفته، برای خودش نگه داشته. اینم رفت بالا، اونا رو آورد پایین، خدا هم که داشت میاد زد درخت رو قطع کرد، گفت تا تو باشی دیگه این کارا نکنی. توی همین فیلمی که صدا و سیمامون نشون میده، خیلی زیبا همین جک و مدلای مختلفش نشون میده، یه بارم تحلیل نمیذاره، متوجه شدید عمر این آدم چقدر طولانی شده بود؟ یعنی چی؟ یعنی به جاودانگی برسیم دیگه، خدا نمیتونه ما رو بکشه، مرگ نقطه آخر زندگی یک نفره که این عرفان رو قبول داره. قرآن وقتی میخواد یهودی ها رو بترسونه چی بهشون میگه؟ سوره جمعه میگه اگه مردی داره زوی مرگ کنید، فتمنوا الموت ولا يتمنونه. عمرن اینا آرزوی مرگ نکنن ای پیغمبر، والله علیم بالظالمین. من خودم پدر سوخته رو خوب میشناسم، متوجه شدید؟ برای همین از مرگ میترسن. پس این درخت کابالا رو خوب متوجه شدید، اینا اومدن. مثلا اینو نگاه کنید، خیلی جالبه، خیلی جالبه، نوشته اروپا many language one voice. اروپا زبانهاشون مختلفه اما حرفشون چیه؟ این دقیقاً در جواب این آیه توراته. یعنی خدای تو زبانهای ما رو مختلف کرده که تو رو نتونیم بکشیم پایین. ما دقیقاً زبانامون درست مختلفه اما حرفمون یکیه. بعد تو اتحادیه اروپا چی تصویب میشه؟ تو اتحادیه اروپا که نمادی از برج نیمه تمام بابله، چی تصویب میشه؟ همجنس بازی بین مردان، همجنس بازی بین زنان قانون میشه. لوات دوباره برمیگرده، این آیه توراتی که لوات بده، حالا قرآنش بذاریم کنار. پس بحث امامت اینجوریه، اینا خوب میدونستن، گفتن میدونی چیکار میکنیم؟ ولی الله علی الارض رو میکشیم. اینجا رو گوش کنید، بعضی از شما میگه خب اینا خدا نمیترسن،
که اون دنیا مثلا خدا پوستشون رو بکنه؟ جوابش اینجاست. اینا میگن این که خدا بعد از مرگ میتونه ما رو ببره جهنم لافه، خدا دروغ میگه، لاف داره میزنه، خدا قدرت اینو نداره که ما رو ببره جهنم. برعکس کی راست میگه؟ بگید. شیطون. میدونید دیگه، خدا و شیطون توی تورات یکیشون راستگو یکی دروغگو. من اینو که میگم دلیلشو میارم. امروز بنا کردم هر چی میگم سندشو بیارم نشون بدم تا حرف حدیث چیزی پیش نیاد. نگاه کنید اینجاش، گوش کنید. آدم و حوا تو باغن، نگاه کنید. مار یعنی شیطون اومده سراغشون. مار از همه حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود. به زن گفت، میدونی چرا؟ چون زورش به مرد نمیرسید. میدونی مرد که حرف شیطونو گوش نمیکنه، زن حرف شیطونو گوش میکنه. من نمیگم، و تورات میگه به من چه چپ چپ نگاه میکنی جان. و به زن گفت، گوش کن، آیا خداوند حقیقتا گفته است از درختای باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختای باغ میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید که مبادا بمیرید. گفت خدا بهمون گفته اگه از میوه این درخت بخوریم چی میشیم؟ میمیریم. ببین مار چی گفت. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز شود. اینجا شو دقت کنید، و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گفت مثل خدا میشید. اینا هم خوردن مردن؟ جواب نخه. پس کی راستگو بود؟ شیطان. شیطان میگه خدا لاف میزنه، دروغ میگه، جهنم کیلو چنده؟ کدومتون از اون دنیا برگشتید جهنم رو دیدید؟ اینا لاف خالی میبنده خدا، نعوذ بالله. اینا رو بعد میگفتم تا برسم به این بس. عدد قدرت در کابالا، حالا من یه چیزه کابالیستی هم به شما نشون بدم. مثلا به این بازیه که گوشی های موبایل هم هست که یک نفر بعد برج بابلو، اصلا این بابلو میدید معنیش چی میشه؟ باب ایل. باب یعنی در، ایل یعنی خدا، در خدا. برج رو بسازیم خدا بکشیم پایین. باب ایل، ایل یعنی خدا دیگه. جبرائیل کسی که در جبر خداست. اسرائیل کسی که اسیر خداست، بنده خداست. ازرائیل، اینا همش عبارتهای به این زبانه. میگه برج رو بسازید. جالبه کی این بازی شکست میخورید، گیم آور میشید؟ زمانی گیم آور میشید که شما از آسمون چی میاد؟ رعد و برق میاد، یعنی شمشیر خدا. خدا با شمشیرش دکمه رو میزنه، میزنه پایین، عمر خراب میکنه. توی بازی تراویان هم شما چیکار میکنید؟ در واقع برج بابل رو تکمیل میکنید. یعنی این بازی متاسفانه داستان شیطانی داره. نگاه کنید. یعنی تمدن‌ها جمع میشن برج بابل رو میسازن، و این برج بابل نماد اینه که آدم خود عقاید خودشون آوردن. کتاب الان اخیراً خیلی باب شده، تو ایران هم هست، تو کتاب فروشی هم میفروشن بعضن. فال تاروت، یه سری کارتای جدید اومده به اسم تاروت. برای اینکه بفهمید تاروت یعنی چی، فقط اینو سر و تهش کنید. این کارت شماره دو تاروت کبیره، شماره دو، ببین یونانی زده دو. اگر نگاه کنید اینجا نوشته تاروت، من اینو میچرخونم تا شما ببینید چی میشه. تاروتو برعکس کنید میشه چی؟ همین الان تو ذهنتون برعکس کنید، ت الف ر واف ت میشه تورات. فال تاروت یعنی تورات برعکس. تورات کتاب خداست، برعکسش کنی میشه همین مزخرفاتی که تحریف کردن. اثری از خدا نمون تو این کتابا. حالا اجر و قرب یکی مثل آقا رسول الله مشخص میشه که قرآنی که خدا تاکید کرد این یکی تحریف نشده چه ارزشی داره. اینا به این تورات زیر پوشش این فرده. جالب ببین مثلا کارت شماره 16ش اشتباه نکنم، نگاه کنید چیه. رعد و برق زده، برج نصف کاره خراب شده، چی افتاده پایین؟ این چیه؟ تاج. اولین میوه درخت کابالا چی بود؟ تاج. میگه خدا نذاش حکومت تشکیل بدیم. به خاطر همین یه نکته خیلی دقیق بهتون میگم، کیف بکنید. به خاطر همین معادل 12 امام اومدن 12 حکومت چی درست کردن؟ شاهنشاهی. الان اروپا 12 خانواده سلطنتی داره.
دوازده ستاره هم که تو پرچم اتحادیه اروپا است اشاره به این دوازده خانواده سلطنتی داره، وگرنه اتحادیه اروپا نه با دوازده کشور شروع شد نه الان دوازده تا کشوره. ما تاج رو به دست آوردیم، ما خانواده های سلطنتی از طریق 300 خانواده گوش کنید ثروتمند دنیا رو داریم میچرخونیم. این مباحث پشت پرده نیست، اینا رو خوب دقت کنید، والله بالله هیچ دیگه گیرتون نمیاد. نگاه کنید فایل دیگه از تاروت، اینم که الان نشون دادم دیگه، این ببینید زد خراب کرد برج بابل، یعنی خدا نذاشت تاجمون بمونه. وگرنه خیلی عجیبه، شما چرا خودتون نمیپرسید چرا انگلیس هنوز سلطنتی مونده، اسپانیا چرا سلطنتی مونده، تو اینا که دم از دموکراسی میزنن، این همه مردمشون اعتراض دارن به خرجای زیادی که شاهزاده هاشون دارن میکنن، تو همون انگلیس مردم بارها تظاهرات کردن. اگه شما دموکراسی میگن نه این به عنوان نشان ملی ما میخوایم حفظش کنیم، نه عزیزان، هنوز که هنوزه ملکه انگلیس انگلیسو میچرخونه، بی بی سی زیر نظر کیه؟ ملکه انگلیس. فکر مردم رو کی میسازه؟ ملکه انگلیس. نه فقط فکر مردم انگلیس رو، که چه بسا اینا برنامه دارن برای مردم ایران. اینطوری شیطون تو آخر زمان خرمال میکنه مردم رو، خرشون رو میگیره، هیچ کار نمیتونن بکنن. چرا؟ چون گوششون رو گذاشتن رو دهن ملکه انگلیس، رو دهن این زنک. خیلی هم حساسن وقتی بهش توهین میشه، نوش جونش. من دیگه بهتر از این نمیتونستم بگم. حالا یه نکته خوشگل بهتون بگم، اینش جالب میشه براتون. اینا میگن ما برای این که بتونیم خدا رو بکشیم پایین با 72 تا جن و شیطان ارتباط میگیریم. 72 تا جن و شیطان، هر کدامشون رو 5 روز حاکم زمین میکنیم. 72 تا 5 تا میشه چقدر؟ 360 روز. 5 روز آخر هم میشه شهر هرت، هر که هر کار دلش خواست میکنه. 72 تا جن رو ما اسمشو در آوردیم از کتابای کابالا. 72 رو کردن عدد چی؟ قدرت. این ریشش از کجاست؟ اینم براتون بگم. خدا خوب دقت کنید، وقتی میخواست به اهل بیت اشاره کنه تو قرآن گفت چی؟ کلمات الله، به کلمات. یعنی حضرت عیسی علیه السلام قربونش برم وقتی خدا به دنیا میاد، خدا میگه به مریم ما چی دادیم؟ کلمت الله. به پیغمبر میگه کلمه. حالا یه آیه به شما نشون میدم تا شما بفهمید عجب این داستان اینه. اگه بتونم پیداش کنم انشالله هم پیدا میشه. بذارید. بله اینجا پیداش کردم. یه دقیقه ساکت ساکته. ها صلوات ما بفرستید بفرستید، اما آره شلوغی نکنید. حالا یه پیداش هم نکردم. آها بله نگاه کن. علم تره کیف ضرب الله اینجا مثلا کلمتن طیبه کشجر طیبه. میگه چرا نمیفهمید؟ من دارم مثال میزنم کلمه طیبه رو به چی؟ به شجره طیبه. حضرت آدم سمت چی رفت؟ سمت شجره. یعنی سمت چی رفته؟ سمت کلمه. یعنی حضرت آدم رفت بدون اجازه به سمت امامت، بدون که امتحان پس بده. خدا انداختش بیرون. خدا با حضرت موسی اولین بار از کجا صحبت کرد؟ آیه قرآن میگه از تو چی صحبت کرد؟ از توی شجره. اینا رو دقت بکنید، اینا هم دقیقاً امامت رو تشبیه کردن به چی؟ شجره و درخت. مردم متوجه نمیشن قرآن داره میگه شجره. الان شما به یه سیدی میگی برو شجره نامت رو بردار بیار، میره یه تنه درخت برات میاره؟ اینو متوجه شدید؟ پس خدا به حضرت ابراهیم گفته بود تو کثیر میشی، اولادت زمین رو میگیرن در عدد 33. اینا عدد 33 هم داشتن. این چطور میتونه قابل جمع باشه و ما بفهمیم؟ اینم الان خدمتتون نشون میدم.
من نمیدونم چرا اینا رو همه رو یه جا اومدم گفتم اینجا، نمیدونم حالا کار درستی کردم اشتباه کردم، واقعا خدا آخر اوقاتتون رو بخیر کنه انشالله. این نسب نامه ایست که اهل سنت برای پیامبر نوشتن، از حضرت ابراهیم من براتون میشمرم. بگید ابراهیم که یک، میذارمش کنار. اسماعیل یک، بعد او قیدار یا قیزار دو، حمل سه، نبت چهار، سلامان پنج، همین دیگه میشمارم، شیش، هفت، هشت، نو، ده تا. با خود ابراهیم تا حضرت ابراهیم تا الان یازده تا، یعنی اسماعیل رو یک گفتیم، حضرت ابراهیم با خودش میشه یازده تا. حالا بازم میگیریم ده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده، هیجده، نونزده، بیست، بیست و یک. در 21مین نسل حضرت ابراهیم اسمش فهر یا قریشه، که قریشی میگن فلانی قریشیه. 21 بعدی رو نگاه کن، 22 لوی، 23 کعب، 24 مره، 25 کلاب، 26 قصی، 27 عبدمناف، 28 هاشم، 29 عبدالمطلب، 30 پیامبر، 30 چی؟ عبدالله، حضرت عبدالله 31، آقا رسول الله 32. درخته دقیقا میرسید تا ملکوت به عدد چند؟ 32. گفتیم در بعد از اون کسرت شکل میگیره که اینم 33 براشون مقدسه. آقا بعد از حضرت رسول میشه کی؟ فرزندش که؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. انا اعطینا کل کوثر. کسرت فاطمه است که به ابراهیم وعده داده بودیم و دادیم بهت، برو خوش باش. حالا یه چیزی جالب تر بهتون بگم، بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها چه جوریه؟ 33 تا سبحان الله داره، 33 تا الحمدلله داره، معادل این پله ها. ما در واقع به چی میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که حمد الهی باید بکنیم، باید حمد الهی بکنیم. جالبه به الله اکبر که میرسه یعنی چی؟ خدا بزرگتره. چیکارش میکنه؟ 34 تا. یعنی اگر برای شما جواب اینا رو داره میده، میگه اگه شماها میگید 33 یعنی مرحله بعد از خدا، نه خیر، خدا بالای همه است. در وجود نازنین حضرت زهرا این اتفاق افتاد و کثیر شد. چی شد؟ حسن، حسین و این سلاله دنیا رو گرفتن و آخرین با آخرین نفرشون هم که میاد تمام کاسه کوزه اینا رو جمع میکنه و وعده داده شده با عنوان محمد دوم در همین تورات انجیل که آمدنش انشاءالله نزدیکه، او هم از سلاله زهراست. شما چه میدونید به چه گنج عظیمی ما داریم؟ همه اینا به کنار، این نکته رو بگم و برم ماجرا امام حسین و هدیهی براتون باز بکنم. گفتیم اینا میگفتن 72 تا جن، گفتیم اینا از یه اصلی گرفتن. شجره تو قرآن معادل چی بود؟ بگید. کلمه. کلمه از چی درست میشه؟ حرف. عربی چند تا حرف داره؟ 28 تا. عبری چند تا داشت؟ 22 تا. 28 تا حرف عربی رو بنویسید. بنویسید الف، با، تا، تا اون آخریش یا. الف خودش چند حرفه؟ 3 حرف. با چند حرفه؟ 2 حرف. همینطور بنویسید، جمع بزنید، یه چیز عدد شگفت انگیز میرسید. 72. 72 عدد قدرت کابالا نیست، 72 عدد کلمت الله و 72 عدد کربلاست، نه کابالا. خدا گفت قدرت روی زمین رو میخواید؟ در عشق به من ببینید که چطور در راه خدا حسین من و برای دین من چی شد؟ قربانی شد. آقا امام محمد باقر روایتش در اصول کافیه. این سخنرانی که امروز کردم برای علما قابل استفاده است، خدا شاهده، یعنی بسیاری از نکاتش جدید بود. آقا امام محمد باقر در اصول کافی میفرماد اسم اعظم خدا 73 حرف است که یک حرف آن ذات خداست. هیچ، بذار کنار، اون به هیچ گینه و او بی نهایته. 72 حرف دیگر می تواند در اختیار بشر قرار بگیرد. موسی علیه السلام فقط 4 حرف در اختیار داشت.
تمام اون کاری که حضرت موسی کرده با چند تا حرف بوده؟ 4 تا. آصف ابن برخیا وزیر سلیمان چند حرف داشت؟ 1 حرف. تمام 72 حرف نزد ما اهل بیت است. تو خود قیاس کن مقام موسی علیه السلام رو با مقام امام. 4 حرف کجا؟ 72 حرف کجا؟ نکته جالب ترش میده چیه؟ این بزرگواران کسانی هستند که اصلا از این قدرت هم تا جایی که میتونستن استفاده نکردند. آقا ابو عبدالله و جنیان اومدن گفتن آقا اجازه میدی ما وارد جنگ شیم؟ حضرت فرمود نه، میخوام مثل بقیه آدم ها به جنگم. فرشته ها اومدن گفتن اجازه میدی؟ یا ابن رسول الله گفت نه، میخوام مثل بقیه باشم. عاشقانه حسین علیه السلام سخن گفته با خدا. کجا؟ حسین شجره طیبه خداست، حسین شجره حیاته، حسین 72 حرف خداست. چقدر جالب، میبینیم در مورد کربلا هم میگیم امام حسین و یارانش میگیم چند نفر؟ 72 نفر. چه عظمتی پشت سر این ایدئولوژی ما پنهانه و جوانامون کجاها دارن میچرخن. مقصرم به خدا نیستن، مقصر ماهاییم که نگفتیم، مقصر منم، گردن میگیرم. اینو با هم ببینیم. یه سوال از شما میپرسم. حضرت عیسی که گفتیم فارسی که صحبت نمیکردن، انگلیسی هم که ایشون صحبت نمیکردن، آرامی صحبت میفرمودن، تا حالا چند نفر انجیل آرامی رو رفتیم خوندیم؟ قرآن عربیشو بخونیم، انجیل آرامی پیشکش. اینم برای مسیحیای عزیز و برای همه مسلمونا میخونم. انجیل متی باب 3، ماجرای ظاهر شدن یحیی در کجاست؟ در بیابان. در بیابان یهودیه یحیای تعمید دهنده ظاهر شد. خیلی قشنگه. و موعظه کرده میگفت توبه کنید زیرا که ملکوت آسمان نزدیک است. چی نزدیکه؟ ملکوت. تو درخت کابالا صحبت از چی بود؟ ملکوت. ملکوت آسمان. زیرا همین است که اشعیای نبی گفت. قبل از این اشعیای نبی رو براتون نگفتم؟ دو نفر سوار، یکی بر الاغ، دیگری بر شتر میان. همه اینا رو گفت و اینجا رو نگاه بکنید. میاد آیه 12، ببینید چی میگه. آیه 11 و 12 خوب نگاه کنید. میگه من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم. حضرت یحیی میگه، میگه من با آب، یحیی تعمید دهنده است دیگه، اینجا میگرفتن به پشت و آب میخوابوندن یا آب میریختن رو سرشون. میگه برای اینکه توبه کنید شما را تعمید میدم. لکن او که بعد از من میآید، یکی از بعد من میآید از من تواناتر است، یکی از بعد من میاد از من تواناتره، که لایق برداشتن نعلین او نیستم، لایق نیستم کفشای او رو جابجا کنم. چی داره میگه حضرت یحیی؟ او شما را به روح مقدس، روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. تو آیه بعدم، آیه 12 و 13 هم رسما میگه آنگاه عیسی از جلیل به اردن نزد یحیی آمد. تمام مسیحی ها وقتی اینو میخونن میگن خب این وعده اومدن مسیح رو داره میگه. اما ماجرای حضرت یحیی یه خود پیچیده است. برای اینکه اینو درک بکنید اینو عرض کنم. حضرت یحیی، آیه قرآنش هم تو همون سوره مریم خیلی هم قشنگه، باز همون سوره مریمی که خدا عهد امامت رو توش گفته بود. اینو نگاه کنید، سوره مریم آیه 1 میگه کاف ها یا عین صاد. این حروف چیه؟ مقطع است. روایت آقا امام زمان در مورد این حروف مقطع چیه؟ کاف کربلا، ها هلاکت الاطرح، هلاک الاطرح، کشته شدن اطرت پیغمبر، یا یزید، عین آتش، صاد صبر. این روایت از امام زمان. میگه ذکر رحمت رب تو در مورد کی؟ عبدش زکریا.
ازنادا ربه ندا ان خفیا، وقتی خدا شد از ته دل صدا کرد گفت نترس. اینجا رو نگاه کن، گفت من دارم پیر میشم، خدایا آل یعقوب رو بهشون ارثی بده و فلان اینجور چیزا. گفت یا زکریا، دقت کنید، انا نبشرک بغلام، ما تو رو به یه فرزندی بشارت میدهیم، اسمه یحیی. یحیی از چه واژه‌ای گرفته میشه؟ از حی. حی یعنی چی؟ حیات، زنده. لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از این اسم رو ما به هیچ کسی نداده بودیم. این اسم من خدا روش میذارم، بذار یحیی. چقدر جالب، شروع با کاف ها یا عین صاد، بعد صحبت یحیی. شماهایی که اهل مطالعه هستید همتون، حضرت یحیی چطوری به دنیا آمد؟ نذر کی بود؟ حضرت زکریا نذر کرد که خدا پنجمین میوه درخت رحمت و شجره طیبه اهل بیت رو بهش بده. یعنی کیو خواست؟ امام حسین علیه السلام. گفت خدای من اونو میخوام. گفت میخواهم فرزندی شبیه حسین به من بدهی که مانند او سرش را ببرند، در تشت طلا بگذارند و نزد حاکم ظالم وقت ببرند. این اتفاقی است که برای حضرت یحیی اتفاق افتاد. حضرت یحیی آمد قربانی شد تا مسیح بیاید، تا حق و باطل رو در مسیحیت تا ابد جدا کنه. میدونی چرا سر حضرت یحیی رو بریدن؟ چون ازش خواستن فتوای ازدواج بین خواهر و برادر رو بده. گفت هیهات من الذله. و دقیقاً حسین علیه السلام آمد و قربانی شد برای اینکه دین جدش بماند. و چه کسی ظهور کند؟ مهدی علیه السلام. یحیی قربانی میشه برای مسیح تا ظهور کنه، حسین علیه السلام قربانی میشه برای کی؟ مهدی. یعنی مسیح علیه السلام مهدی بنی اسرائیله و یحیی حسین بنی اسرائیله. کافیه این دو تا اسم کنار هم بذارید و نگاه کنید، میبینید یحیی و حسین در دو حرف حی یعنی زنده با هم چی هم؟ مشترکن. حالا اینم خدا شاهده نمیخواستم بگم، به یکی از علما گفتم، گفت اینو تو هر جا نگو. حالا اینجا احساس کنم هر جا نیست، عزیزان سخنرانی رو گوش کردن. درخت حیات به عبری اسمش اینه، اس عین صاد اس ها خی عین صاد ه ه دو چش خ و ی اس ها خیم. ایمش که گفتیم جمعه، بذار کنار، اس ها خی. از اون موقعی که داریم صحبت میکنیم تو خ تو عربی به چی تبدیل میشه؟ که عین صاد ها کاف یا، دقیقاً همین به هم ریخته کاف ها یا عین ساده. درخت حیات اس یحیی در حی، حروفش با حسین مشترک. همه منتظر آمدن حسین بودند، آن قربانی بزرگی که تا ابد حق و باطل از هم جدا کنه. وقتی حضرت یحیی اومد بهش گفتن تو کی یحیی؟ تو مسیحی؟ گفت نه. گفتن تو کی؟ گفت من اون یکیم. گفتن آیا تو آن نبی هستی؟ چون منتظر اومدن پیغمبر هم هستن. گفت نه. بعد چی گفت؟ اینی که میخوام به شما نشون بدم. عفیه دیگه، از ریشه همون زبان عربیه، عربی و عبری و آرامی میشه. این آیه که من میخوام برای شما ترجمه کنم اینجا، برای اینکه بتونیم ترجمه کنیم یه کار خیلی خوبم میکنم، حروف زبان آرامی رو هم برای شما میارم. که این چه شکلیه، از سایت خودشون هم گرفتم، برید تو اینترنت بزنید حروف زبان آرامی بهتون میدن. حالا اینا بذار باشه، من فقط دو تا فایل رو میخوام بیارم بالا، یکی اینو میارم بالا یکی اینو. اول چند تا حرفو که بیشتر کاربرد داره من به شما نشون میدم. اول الف، الفشون این شکلیه، یادتون میاد چیز کج و کله ایه دیگه. بالاخره حرفی مثل ب، مثل ن، اگه وسط باشه عین ب و ن ما. مثلا بابا رو ما چجوری مینویسیم، ابو رو چجوری مینویسیم؟ ب کوچیک. منتها خیلی از حروفشون نقطه نمیذاشتن، خط کوفی هم همینجوری بود دیگه، نقطه نداشت.
حرف تشون چجوریه؟ ت دو نقطه شون کج و کله است، نگاه کنید اینجوریه. حرف خدمت شما عرض بکنم الف رو گفتم، میمشون چجوری این م خودمونه، نگاه کن همین گردی و یه دونه خط. لشون چجوری این ل خودمونه. کشون شبیه ل منتهای خود کچتره، سرکش نداره. خب اینا هستش دیگه، حالا با هم نگاه میکنیم و ترجمه میکنیم. حضرت یحیی داره میگه، میگه الف این نه وسط. انار رو شما چجوری می‌نویسید؟ انار نمیذاری نقطه نداره، ببین این همینه، این الف، اینم دوباره چیه؟ الف انا یعنی چی؟ خودشون انگلیسی ها برایشون ترجمه شدن میشن آی انا. چقدر جالب، عجب، حضرت یحیی میگفته انا، میگفته من. بله حضرت عیسی والله بالله میخواسته بگه خدا، نمیگفته اوه مای گاد، میگفته اللهم. مل گیبسون وقتی فیلم حضرت مسیح رو ساخت به زبان آرامی ساخت دیگه، میخواست بگه خدا چی میگفت حضرت مسیح؟ میگفت الله. من تو همین انجیل پتیشا که داشتم میخوندم به زبان اصلیش میخوندم، میدم حضرت عیسی میگه زکات بدید، رسما میگه زکات. بعد اومدم تو انجیل و فارسی دیدم ترجمه کردن زکات رو گذاشتن عشق، میگه پول نده عشق ببرز. پول دادن سخته، زکات دادن. رسما حضرت عیسی میگه صلات، میگه نماز بخونید صلات، لفظ صلات استفاده میکنه. میگه انا، این میم، این عین، این میم، اینم ده. ده و یادتون باشه یه خط زیرش نقطه. انا معمد، معمد مفعل، تعمید من عمدم، یاد دیگه من تعمید میدهم. انا معمد شبیه محمد نوشته میشه، اما جا محمد نیست. دو یه پژوهشگر بعدون چیزی میبینه بگه نه اصلا محمد اسم معمده. انا معمد، دوباره میگه انا، الف نون الف الف، میگه انا معمد، انا من تعمید میدهم، من لکن ل این ل خودمون که فقط سرکش نداره، واوش هم این و خودمون پایینش خط نداره، نه منفصل، منفصل یعنی جدا رو اینجوری خط میذاشتن. شما دیده مینویسه ایران اینجوری میکنه میچرخونه، یه همچین چیزی فرض کنید. انا معمد، انا لکن، لکن یعنی برای شما. الان تو عربی میگن چی؟ لکم. جالب بدونید الان مردم سوریه و لبنان میخوان به زن و مرد، چون تفاوت داره زن و مرد تلفظ، به زن و مرد میخوان صحبت بکنن میگن برای شما، نمیگن لکن لکم، میگن لکن. مردم سوریه و لبنان هنوز لفظ قدیمی خودشونو دارن، یعنی لهجه ای صحبت میکنن. من تعمید میدهم، من لکن برای شما. چی؟ این ب، این میم، م، این یه وسط. سیبو چجوری مینویسید؟ ای. اینم آ که گفتیم. بمیا، بمیا یعنی چی؟ این بالاش هم همه رو نوشته. With water، به ما، ما مگه آب نمیشه؟ عربی آب میشه، به آرامی میشه میا. من به آب شما را تعمید میدهم. بریم خط دوم. برای چی؟ این گفتیم که ل، این کج و کله گفتیم چیه؟ ت. اینم که یه شد لتی بو، این به همین جا بود به میا، این واو دوباره ت الف، لتی بو تا، برای اینکه توبه کنید. دقیقا تو همین کتاب مقدس هم چی بود؟ همینو میگفت. ببینید من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم، خب به جهت توبه، تا توبه کنید. ببینید این هی دو چشمه، درست یا نه؟ همین الان ما هی دو چشم همجوری میرسیم. اینم وی که گفتم دوم نمیذارن. هو او، از کی پرسیدن داره صحبت میکنه؟ ببینیم کیه. هو این ده، یادتونه معمد دهش چجوری بود اینجا؟ این بالا نگاه کنید، اینم همین ده. این یه، یه وسط که گفتیم، اینم نه متصل، نه که به چسبه اینجوری کمش میکنه. مثل سرزمین جور میداریم برعکس میکنیم سرزمین. ببین هو او د یا نون میشه چی؟ دین. هو دین، او دین اینجا یعنی دین، دین خدا نه، تو زبان آرامی دین یعنی اما، اما او، لکن او، تو کتاب مقدس هم میاد نگاه کن، لکن او، هو دین اینجا هم گفته لکن او، که بعد از من می آید. اینجا بود دیگه، اینجا هم نگاه کن دین، این د، این ب، این ت، این ر، اینم یه دبتری یعنی بعد از من، افتر می، من بعدی. اما او که بعد از من
چی؟ این الف، اینم ته دو نقطه که کج گله بود، اینم الف. آتا او که بعد از من می آید، اینجا اسمشو میگه. که اینا چی ترجمه کردن؟ is stronger. چیه؟ قویه. انگار میخواد وزنه بزنه. هدایت وزنه نمیخواد. ببینیم این چیه. شما دو تاشو میتونید حرف حدس بزنید. کدومو؟ یا و نونشو میتونید حدس بزنید. یه و نون. چرا؟ چون تو اینجا دیدید دین این یه نون. اما این دو تا حرفو نمیتونید، نمیدونید چیه. با هم میریم نگاه میکنیم. دو تا خط ببینیم چیه. دو تا خط معادل چه حرفیه؟ هی جیمی. این اولیش. بعدش چیه؟ یه چیزیه شبیه هی دو چشمه است اما کجه. این هی دو چشمه صافه. این چیه؟ ببین اینجا این صافه، این کجه. بریم کجه رو پیداش کنیم ببینیم این چیه. سین آتا می آید. کی؟ حسین. حسین می آید. هو او، اینجا شو نگاه کنید، منی او از من است. بهش گفتن تو اون قربانی؟ گفت نه، هو منی آتا حسین. من نسبت، گفتن نسبت تو با حسین چیه؟ گفت هو، هو منی، هو او از من است. او دلاش اینا هاش، بذار من که کوچیک کنم ببینم کجا. بله اینا دلا شوا انا، من لایق نیستم. مصنوحی لمشتقل، من لایق نیستم کفشای حسین رو جا به جا بکنم. هو او آتا، او که میاد، هو ها اینجاییم، لمشتقل هو معمد، او تعمید میده. لکن برای شما، ما رو با چی تعمید میده؟ به روحا به قدوشا، به روح مقدس و به نورا. واضح حضرت یحیی میگه حسین داره میاد. میدونید چی شد؟ خوب دقت کنید، اتفاقی که در مسیحیت افتاد این بود، حضرت مسیح رو با اون قربانی وعده داده شده با هم یکی کردن و گفتن مسیح بر روی صلیب چی شد؟ قربانی شد. قرآن شدیداً رد میکنه که حضرت مسیح به صلیب رفته. حضرت مسیح با مهدی خواهد آمد. قربانی بنی اسرائیل، اشتباه نکنید، مسیح نیست، یحیاه علیه السلام، شأن بسیار بالایی داره. اما حضرت مسیح منجی ظهور خواهد کرد انشاءالله همراه حضرت مهدی. اما اینجا رو دقت بکنید، اینا اومدن این دوتا مقوله رو با هم قاطی کردن، به روی صلیب بردن حضرت مسیح. یه آیه از انجیل میخونم، قضاوت با خودتون. ابا عبدالله وقتی در گودال قتلگاه آخرین لحظات جان دادن شریفش بود، میدونید چی گفت؟ تواریخ نوشتن حسین فریاد زد رضی تو به رضاک، خدایا راضیم به رضای تو. اما میدونید آنچه که انجیل نقل کرده از مسیح هنگام جان دادن، این عبارت آرامیش هم برعکس آورده این بار، و این خیلی مهمه، هیچ جا عبارت آرامی رو نیورده، اما اینجا عمدن عبارت آرامی رو هم آورده. میگه دیدیم مسیح وقتی بر صلیب کشیده شده بود گفت ایل لما شبختنی، یعنی خدایا، خدایا چرا تنهایم گذاشتی؟ یکی تو گودال قتلگاه داره میگه خدایا، خدایا راضیم به رضای تو. یکی دیگه میگه چرا تنهام گذاشتی؟ از همین آیه انجیل مشخصه که این کسی که بر صلیب کشیده شده از خدا گلایه داره. میدونید چرا؟ چون اون مسیح نیست. اون کیه پس؟ اون یهودای اسکاریوتی که قرآن میگه وقتی مسیح رو لو داد ما او رو شبیه مسیح کردیم، مسیح رو بردیم به آسمان. اونو اشتباه گرفتن به صلیب کشیدن. فریاد میزد، ناراحت بود از دست خدا. چرا؟ چون دین یهودیتش بهش میگفت اگه مسیح رو بکشی میری بهشت. یه لحظه به خودش رسید، دید عجب، فقط زجره، گفت خدایا چرا تنهام گذاشتی؟ یهودیا این فتنه خودشونو تو انجیل عمدن به زبان آرامی نگه داشتن.
عمدن. همین الان بخونید، همین الان هست. گفت ایل لما شبختنی، که میگه مردم گفتن چرا مسیح چه کسی را صدا میکند. حسین وعده داده شده بود. عزیزان، ما الحمدلله به لطف خدا تونستیم کتاب نابوید حیله دو که هیچ کس نداشت در کشورمون، بخشایشو از کتاب محضر شوت فی رد دل یهود داشتن، ما تونستیم چاپ سنگیشو پیدا کنیم، کاملا پیدا کردیم. پژوهش رو شروع شده. این کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر آمده. رسما و لفظا نام آقا صاحب الزمان رو به نام محمد آخری آورده. حتی جالبه، این خاخامی که برای این شرح نوشته، حاشیه نوشته، نوشته این محمد منظورش محمد اولی نیست و محمد آخریه. جالبه، به حرف قاف که میرسه میگه قفاسیا، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، و ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه ها بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. پیشگویی که اینها در مورد این قربانی بزرگ تاریخ داشتند. و ابا عبدالله قربانی گناه بشر نشد، اشتباه نکنید. ابا عبدالله روی صلیب منت نمیکشید، تو رو خدا نجاتم بدید، تو رو خدا، خدای چرا تنها هم گذاشتی؟ نخیر، ابا عبدالله تا آخرین قطره خون جنگید که بگه من در مقابل دشمنان خدا می جنگم، کشته می شوم، تکه تکه می شوم، اما ذلت قبول نمی کنم. و از خانوادش هم خواست، گفت شما را به اسارت می برن اما ذلت نپذیرید. حسین تا ابد حق و باطل را از هم جدا کرد، حسین علیه السلام. این میراث پیامبرانی که در حسین، حضرت یحیی میگه هو منی، او از منه، افتخار میکنه که شبیه حضرت حسینه. اومدن حسین رو ترجمه کردن به سترانگر، قوی، کلمه رو اصلا اون حسنه رو هم تازه بگیری باید با ساد بگیری، حسنه یعنی محکم، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اون با ساد، اصلا با سین نیست، اینا حرف ساد جدا دارن. جالبه بدونید من انجیل عبری هم پیدا کردم، این کلمه رو گذاشتم تو گوگل ترنسلیت، دیدم نوشت حسین، قشنگ نوشت حسین. کجای کاریم ما؟ قدر میدونیم؟ امام حسین تا ابد حق و باطل رو از هم جدا کرد. امروز اگه وهابی ها تو شبکه های وهابی خودشون با افتخار میان برنامه میذارن و میگن امیرالمومنین یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، اونا میگن رضی الله عنه نشون داد به ما که این پیرن مشکیه، تو آخر الزمان کارساز خواهد بود. کجا بود؟ به تو میگم، انجیل براتون بخونم. از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. برای کی سینه زنی وجود داره جز حسین؟ الان 5-6 سال تو منهتن نیویورک برای امام حسین دارن سینه زنی میکنن، تو آمریکا، تو دل نیویورک مرکز یهودیان امریکاست. از نشانه های ظهور آقا صاحب الزمان اینی که صاحبان پرچم های سیاه از کشور محبان اهل بیت ایران، از ترک و فارس و لور و عرب و هر شاخه‌ای که دارن بلند میشن به یاری امام زمان میرن، با سفیانی درگیر میشن. در اثنای این نبرد است که صدای انا بقیت الله از خونه کعبه شنیده میشه. بغتتن یه لحظه دلا میلرزه، صیحه آسمانی رو میشنون و ظهور شکل میگیره. و چطور خودشو معرفی میکنه؟ با این عبارت، ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، به راستی که جدم حسین را اتشان و با لب تشنه کشتند، و ذبحوه اتشانا، و سر بریدند. چرا خودشو به امام حسین معرفی میکنه؟ چون همه مردم دنیا حسین رو میشناسن. اون روز این راهپیمایی 40 که داره به انجام میشه، 20 میلیون آدم پیاده میرن کربلا، تو چه میدانی که خود از نشانه های ظهور است؟ تمام مردم دنیا میگن اینا پیاده کجا دارن میرن؟ میگن دارن میرن زیارت حسین. میگن کی بوده حسین؟ حسین رو دارن میشناسن.
عزیز دل من، ما تطبیق نمی کنیم، توقیت نمی کنیم، وقت مشخص نمی کنیم به والله، اما خبرایی ها خبر آمد، خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. خبری ها کجای این جریانی؟ و چقدر زیبا صاحبان پرچم های سیاه که از ایران میرن، چرا پرچماشون سیاهه؟ اینا عزادار کیان که پرچم سیاه برمیدارن و میرن؟ آیا اینا همان کسایی هن که در عزاداری های حسین علیه السلام شرکت میکنن؟ یعنی همین هیئت ها زنده نگه داشت اسلام رو که به ظهور برسه. من تطبیق نمی کنم، آماده نباشیم 10,000 سال دیگه هم زمان نمیاد، اما به خدا شرایط فراهمه ها. این سلفیایی که تو سوریان، تو نبردهای القصیر، تو سنگراشون سند پیدا شده، اینی که دارم بهتون میگم بی واسطه دارم بهتون میگم، توش نوشته شده ما باید شرایط را برای ظهور معاویه ثانی فراهم کنیم. و در دمشق مجسمه ای از امیرالمؤمنین یزید رضی الله عنه بسازیم، در حالی که سر حسین را به دست راست دارد. میگن سفیانی که از فرزندان ابو سفیان و فرهنگ ابو سفیان و معاویه را زنده میکنه، دشمن اصلی است که جلوی یاران حضرت میسته. میگن اول شامو میگیریم بعد میایم سمت عراق. برید تو روایات بخونید ببینید سفیانی مسیر حرکتش چیه. اول شامو میگیره بعد میاد سمت عراق. کجای این جریان خودتو دیدی؟ کجای پازل ظهور خودتو تعریف کردی؟ چقدر آماده ای برای ظهور؟ چقدر نمازاتو درست کردی؟ چقدر عشق ریختی بر حسین؟ این یکی ازش، این یکی رو بلدیم خوبه. به خدا بذار عشق کنن با امیرالمومنین یزیدشون، ولشون کنید به درک. به خدا بذارید عشق کنن با همین امیرالمومنین های ساختگیشون. این حقیقته بابا. دیگه چند تا سند من بیارم؟ از تورات، از انجیل، از قرآن، از کتب احادیث فریقین شیعه و سنی. حالا میفهمی وقتی کسی که برای ابا عبدالله تو محرم شادی نمی کنه چه اجری داره؟ حالا کس میفهمی کسی که شعائر اهل بیت و زنده نگه میداره چه جایگاهی داره؟ اینا همونایی هن که وعدشون داده شده بود. وقتی امیرالمومنین در مورد آقا صاحب الزمان صحبت می‌فرمود، میگفت شوقاً، میگفت شوق دارم برای دیدن او. امام صادق میگه اگر او را درک کنم تمام مدت عمرم خدمت خواهم کرد او را. او کیه که امام معصوم در مورد او اینجوری داره صحبت میکنه؟ او همان کسی است که 1170 خورده ای سال صباحاً و مساء، صبح و شب بر حسین عشق ریخته. خودش میگه بدلت دموع دما، عوضت خون، عشق چشمم که تموم بشه عوضش خون گریه میکنم. گریه بر حسین بهمون یاد میده که بپذیر با یزید نبند برنامه‌تو، حتی اگه دلارای معاویه و یزید از آسمون داشت میریخت. امروز میگن عربستان تو سوریه 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده که سوریه بیفته پایین. به خدا قسم اتفاقاتی که تو عاشورا افتاد تو سوریه داره میفته و اثبات میکنه اینا شدنیه. یه ده میگفتن دروغه، بچه 3 ساله رو که این کار نمیکنن، سر باباشو نمیبرن براش. در سوریه عکس و فیلمشو پخش کردن که یه بچه، دختر بچه 3 ساله رو بستن به نرده، پدر و مادرشو جلوش سر بریدن. عکسشو سرچ کنید تو اینترنت هست. فریاد داره میزنه این بچه، دهنش باز، عکس گرفتن ازش. و ابن آکلت الاکباد، پسر خورنده جگرها. تو سوریه پیش نیومد یه نفر بیاد دلی رو بشکافه، قلبشو در بیاره جلو دوربین گاز بزنه.
اینا نبود، به سادگی دارن سر میبرن، میگن خدایا ما اینو سر میبریم که به تو نزدیک بشیم. این حرفی که سپاه عمر سعد میزد. یه فیلمشون میدم وقتم تموم شده دیگه. کسایی که نمیتونن، البته صحنه سربریدن شما حذف کردیم، کسایی که نمیتونن نگاه نکنن، میخوام حرفایی که این فرد میزنه رو بشنوید، ببینید چی میگه این سلفی. اینا حسابشون با اهل سنت جداست، تاکید میکنم. والصلاة والسلام على رسول الله رافع لواء المسلمين وذال الشرك والمشركين. اللهم إنا نستغيثك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ الله بك من شرورهم. اللهم إنا نستغيثك ونستغفرك ونتوب إليك. همش استغفار، نستغفرك ونتوب إليك، همش استغفار. چه میخواد گوسفند سر ببره؟ ونصرنا وانصر جندانا. اللهم انصر دينك وعلي كلمة لا إله إلا الله بنحر هذا العبد المشرك الرافضي. خدايا وانصر جندك، سربازاتو یاری کن. ورفع کلمت لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله رو ببر بالا، به نهر سربریدن هازل این عبد بنده مشرک رافضی، به سربریدن این مشرک شیعه. اونا به شیعه میگن رافضی. میگه من اینو سر میبرم که به تو نزدیک بشم. علیک بالمرتد، خدا این مرتده، این مرتد دارم میرم سمت تو. اللهم علیک بالمرتد، اللهم عليك بالمرتدين ومن أهانهم علينا، اللهم عليك بالمندسين، اللهم عليك بالحاقدين، اللهم عليك بذلائل الدين، اللهم عليك بهم، اللهم فرج عن أخواننا، اللهم انصر دينك وارفع لا إله إلا الله، اللهم ارفع لا إله إلا الله بنصرة دينك، اللهم انصر دينك بنحر هذا القدر المرتد. اللهم عليك به. اللهم منصور دينك، خدای دینتو یاری کن، به نهر هازل عبد المرتد، با من که اینو سر میبرم این بنده مرتد دو، تو دینتو یاری کن. عليك به. اللهم عليك به. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله هم میگه، اسم رسول الله هم چی میاره؟ به خدا قسم اونایی که جلوی امام حسین وایستاده بودن بسم الله میگفتن. روزی میگه 10,000 نفر تو رود فرات غسل شهادت میکردن. عمر سعد که میخواست بگه حمله کنید، میگفت یا خیل المسلمین، ای گروه مسلمانان حمله کنید. و جالبه به امام حسین میگفتن چی؟ خارجی، خروج از دین کرده، یعنی حسین از دین خارج شده. به این بدبخت بیچاره دارن چی میگن؟ میگن تو مرتد شده، از دین خارج شده، تو مشرکی. رميت إذ رميت ولكن اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم. اگر شما شنیدی عزیز دل من که از بالای دارالاماره مینداختن پایین، مسلمو از بالای دارالاماره انداختن پایین، این دروغ نبود، چون همین کارو دارن میکنن. هذا مصير كل خائن يتعامل مع الامن والشبيحة في مدينة الملك. تاريخ 15/6/2012. هذا مصير كل خائن. این حالا میگه تو میره چیه دیگه، رفتن تو خونش، تو خونش یه سند پیدا کردن که این شیعه است. از بالا 2% هم بیشتر نیستن جمعیت شیعیان سوریه ها، 2% هم قتل عام دارن میشن شیعیان اونجا. دو تا شهر نوبل و از زهرا در محاصره کامل سلفی هاست، 80,000 شیعه اونجا زندگی میکنه، منتظرن که میگن کی برسیم مرداشون رو سر ببریم، به زناشون تجاوز کنیم. حکم و فتوای سر بریدن رو گرفتن. اینم عین دارالاماره است، یه شهری رو گرفتن جلوی فرمانداریش، دونه دونه شیعه ها رو میبرن از بالای پشتمون میندازن پایین، زنده دستاشونو میبندن، زنده دست بسته از پشت از ارتفاع به زمین افتادن خیلی سخته. Oh!
کار به جای برسه که این اتفاقات بیان رقم بزنن. این کسی که میتونن نگاه کنن بچهای کوچیک 2-3 ساله رو سر ببرن. سفیانیان اینا سپاه یزیدن، اینا زنده شدن. چقدر تو آماده ای؟ ببین چه کرده طرف؟ پوست سر و صورت یک نفر بریدن آورده روی کباب پز گذاشته. من این صحنه رو میبینم فکر میکنم شمر شبیه یک همینا بوده به خود. سر ببرن همینطور. آخه دیگه چرا سر میبری؟ لامصب کشتی با گله کشتیش دیگه. خدا میخواد به والله قسم قبل از ظهور حضرت حجت داره حجت تموم میکنه بر مسلمونا، بر شیعه و سنی داره حجت تموم میکنه. میخواد بگه بود، حسین رو زیر سوال نبرید، بود به والله بود. اون دنیا جهنم، بعدا نباید بگی من چرا ناراحتم فلان. بود جلو چشت داره اتفاق میفته. دلارای عربستان شده دلارای سکه های یزید و معاویه، همینطور میخرن. معاویه فرمانده سپاه امام حسن رو با کل سپاه امام حسن 12,000 نفر بود، معاویه سپاه امام حسن و فرماندهش رو با 8,000 نفر از اونا، یعنی 2/3 سپاه رو یک شبه خرید. با چی؟ با دلار، با سکه خرید. بعد فوش میدیم به اونا که اونا فلان بودن. خودمون وسط همین آزمایشیم، خدا شاهده، خدا شاهده وسط این آزمایش ریختن تو خونه این سید تو سوریه. این پسری که عکسش اینجا میبینید، این همینی که اینجا بعدن سرشو بریدن. این بچه چه گناهی کرده؟ جوابش اینه. رقیه چه گناهی کرده بود؟ جوابش اینه. علی اصغر 6 ماهه چه گناهی کرده بود؟ جوابش تو قرآنه. به ای ذنبن قتلت، به کدامین گناه کشته شد. اینا باید اتفاق بیفته، اینا باید اتفاق بیفته. فتوایی که داره میدن، قاضی شره یادتونه فتوا داد برای امام حسین؟ اینو نگاه کن. محمد بدی موسی شیخ وهابی سوری و یکی از اعضای جماعت اخوان المسلمین این کشور اعلام کرد ارتش آزاد سوریه با ارسال نامه‌های به شیوخ و مفتیهای این جماعت از آنها درباره تعرض و تجاوز به زنان علویه و کشتار کودکان این طایفه و حمله به خانه‌ها و مراکز و محل سکونت آنها استفتا کرده است. شیخ موسی می‌افزاید مفتیها، یعنی کسای آخوندا، یعنی کسایی که افتا میدن، و شیوخ جماعت اخوان المسلمین تمام این موارد را مباح و حلال اعلام کرده و تاکید کرد که ما بیانیه صادر کردیم و در ضمن این که به وفاداری طایفه علوی و نظام حاکم بر کشور و نفرت دیگر طوایف سوریه از آنها اشاره کردیم تاکید نمودیم. اینجا گوش کن، ریختن خون آنها، تعرض به زنان آنها، کشتن کودکان آنها و حمله به محل سکونتشان مجاز و حلال است. شیخ محمد بدی موسی همکنون در عربستان سعودی تدریس میکند. فرار کرده رفته عربستان. احمد الاسیر یه شیخ سلفی دیگر رو علم کردن علیه سید اولاد پیغمبر سید حسن نصرالله که اونم او بزنه زمین. چقدر قشنگ یهود قایم شده پشت سر این سلفی ها. یزید زمانتو بشناس، نمیخواد فوش بدیم مردم کوفه. سند شهادت به این احمقا میدن، مهر امضای آخوندشون که تو حتما میری بهش بغل پیغمبری. 7 تا از اینا بکش بهشتت قطعیه. میگه اگه 5 تا بکشی خدمت پیامبر میرسی، 7 تا بکشی پیامبر خدمتت میرسه. خیلی نگرانم از چی؟ از این مطلب که احساس میکنم ما ایرانی ها یه خورده لوس شدیم. به خدا شیعیان جای دیگه دارن خون میدن برای امنیت من و تو. دست اینا از سوریه خلاص بشه میان سمت ما. خودشون هم گفتن اونا دارن خون میدن که ما اینجا لم بدیم، ما اینجا دریوری بگیم، مزخرفات بگیم، با لودگی و هرزگی زندگی اونا بچرخونیم. صبح تا شب حواسمون بره به این که این شهوت لامصب و کی من باید ارضاش کنم. حواسمون بشه به شکم و زیر شکممون، کی مد فلان اومد، کی فلان گوشی عوض شد فلان. اینا که دارن خون میدن اینا آدمن. نگرانم خدای بخی خورده گوشمونو نپیچه. اگر بیدار نشی قدر امنیت ندونی، قدر این وطن عزیزمونو ندونیم، چه بسا خدای خورده گوشمونو بپیچه تا قدر بدونیم. تا موقعی که دندون درد نمیگیری نمیفهمی سلامتی چه امنیت خوبه.
ها دیدی وقتی دندون درد میگی میگه عجب وقتی من دندون درد ندارم چقدر خوبه. آقا رسول الله فرمود نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت هست که مجهوله، گمه، هیچ وقت نمیبینیش، السلامت و الامان. یکی سلامتی دیگه دومی امنیته. تو روایات نزدیک به ظهور داریم اگر داره بشینید نگاه کنید ایران هم به هم میرزه. داریم که بعضی از ارتفاعات ایران مورد آزار و دسترس اینا قرار میگیره. اگر خوب دفاع نکنی از خودت، شیطان را در خانه بکش، شیطان را در لانه بکش قبل اینکه در خانه بکشی. یه خبر بد بهتون بدم، چند تا از سربازهایی که در سوریه از ارتش سلفی ها کشته شدن ایرانی بودن، یعنی از سلفی ها و وهابی های ایران بودن که بلند شده بودن رفته بودن اونجا. میفهمی یعنی چی دیگه؟ با گناه به مهدی نمیتوان رسید. یه وقتی دیگه خبر آمد اون موقع توبه به چه درد میخوره؟ آماده کنیم خودمون. چجوری آماده کنیم؟ با حسین. به خدا زیباست حسین، برای هممون یه دونه مدل داره، از 6 ماهمون تا 90 سالمون حداقل هر که میتونیم بشیم. عزیز دل من، وهاب مسیحی بود، 2 روز بیشتر نماز نخون، اما اون 2 روز تموم جلسه میگه نمیخواد، بذار همون آخر جمع کنه. 2 روز بیشتر مسلمانی نکرد، 2 روز بیشتر نماز نخوند، اما اون 2 روز نمازش پشت سر امام زمانش خوند. 2 روز به خدا سپاهی که جلوی امام حسین وایساده بودن نماز میخوندن. به والله قسم این وهابیا نماز میخونن، حج میرن، اصلا مکه وسط ایناست. مشکل از جای دیگه است. امام زمان روی زمین رو نمیفهمیم. شیعه و سنی این روایت رو آوردن، من دیگه نمیدونم گیره چیان. با سند صحیح، من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. بسم الله نشون بدید امام زمانه، بگو امام زمانت کیه، چقدر میشناسیش. ما تازه امام حسین نشون دادم تو کتاب اینا، گفتم بیشترین اشاره به کیه؟ به امام زمان علیه السلام. او یه جلسه دیگه عمری باقی بود، وعدش رو به شما میدم، اون جداست هستن، خیلی مفصله، اینقدر اشارات دقیقه در کتب اهل سنت، در کتاب شیعیان، در تورات، در انجیل. من وظیفم گفتن بود و شما هم شنیدید. هر کاری هم میخواد بکنید خودتون بکنید، نه منو تو گور شما میذارن، نه شما رو تو گور من میذارن. اما امیر مؤمنان فرمود، رسول الله فرمود، زکات العلم نشره، هر چیزی یه زکاتی داره، زکات علم هم نشر دادنش. از این به بعد برای حسین علیه السلام اشک میریزی، یه جور دیگه باش حال کن. ما هم فراموش نکنید، برای این بنده گناهکار خدا هم دعا کنید، سلامتی خودتون، تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان صلواتی نهد بفرمایید.